هیچ کس را تا نگردد او فنا، ره نیست در بارگاه کبریا. گرچان وصلت بقا اندر بقاست، لیک در ازل فنا اندر فناست. چیست معراج فلک؟ این نیستی. عاشقان را مذهب و دین نیستی. نیستی هستت کند ای مرد را، نیست شو تا هست گردی از اله. به نام هستی بخش یکتا، خدای رحمان و رحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیزم، روز همه دوستان بخیر. امروز ارتباطمون رو، ارتباطی رو که تبادل یونی و الکترونی هست رو، در زنگ اولمون شاید در یه ساعت اول داشته باشیم. همین که امروز چند تا این ارتباط رو میخوام تکرار بکنیم، اگر شد از ارتباط های گذشته هم داشته باشیم. چند تا از دوستان رو هم که چیز داشتن، عجله دارن برای رفتن، زنگ اول بیشتر نیستن، بتونن در این ارتباط قرار داشته باشن. خب در رابطه با ارتباطات و مباحث، البته چند تا از دوستانم تاکید کردن که این مطلب رو یادآوری بکنیم که سوالات در سطح دوره باشه، یعنی هم مربوط به دوره، هم برات کلن در سطح دوره باشه. حتی گفتن که من چون خواستن اینن بگم، دارم تکرار میکنم که کلاس در حد کلاس یکمون نشه. به حال من اینن گفته رو تکرار میکنم. و صورت یه مطلبی هست که هر چقدر ما سطح سوالاتمون بالاتر بیاد، معلوم میشه که بیشتر در حول و حوش مسائل تونستیم بحث و بررسی بکنیم و فکر بکنیم و اینها. به طور کلی سوال از علم و علم از سوال، از نوع سوال میشه برآورد کرد که ما چقدر رفتیم روی موضوع، خلاصه فکر کردیم و راجع به اونها بررسی کردیم و به چه سوالاتی برخورد کردیم. دوباره سوال علم میاره، یعنی از سوالی که مطرح میکنیم دوباره برای ما علم ایجاد میکنه، دانستگی ایجاد میکنه. خب آماده هستیم که اگر در این رابطه دوستان سوالی، مطلبی، بحثی هست، تا اولین ارتباطمون رو برقرار میکنیم. سلام عرض میکنم. سلام علیکم. عرض کنم وقتی که اتصال رو میگیرم تغییرات رو کامل حس میکنم. این سوال برام پیش اومد، این کالبد ذهنی و کالبد روانی و حالا کالبد فیزیکی، این باقونی دو رو هر سش کار میشه یا اینکه نه؟ بعد حقیقتش این دقیقاً تمام فیزیکم ریخته به هم. حقیقتش اینجوری یه نظمی هست، مثل اینکه میخواد یه تغییری به وجود بیاد، یه چیز دیگه مانعش میشه. دقیقا مغزم با بدنم یه چیز دیگر. بله، کلن به طور کلی که میدونیم هر کاری میخوایم بکنیم یه عامل مانع، یه عامل مقاوم داره، این دیگه از اصول دیگه. خب حالا من متوجه نشدم کجا، چطور، چگونه؟ دیشب من داشتم اتصال میگرفتم، خیلی بعدش حالا خروجی هم داشتم، خیلی سعی کردم روی خودم که حالا با مثبت دو اینا رو کمک کنم که زودتر برن. این قسمتش حقیقتش من توی اتصالم از شما درخواست کمک کردم و خیلی هم خروجا راحت تر شد. شما یا من معنوی تو تشریف میارید واقعا. خب یه مطلبی داریم که یه مطلبی داریم، بحث ذهن اشتراکی.
اگه خاطرتون باشه ما حلقه رو داریم، در این حلقه شعور اجزا، من تو، شعور هوشمندی، خب که در این رابطه شعور کله. در این حلقه ما یک ذهن اشتراکی داریم، یعنی ذهن هوشمندی، ذهن من، ذهن شما، ذهن بقیه. اگر خاطرتون باشه از این موضوع رو یه خود سربسته باز کردیم، یعنی در واقع اون صورت بازش نکردیم ولی اشاراتی بهش داشتیم. مثلا گفتیم که شما کافی صدای اون رو بشنوید، خب مسئله حله. یعنی یک مجهول، یک از همه مجهولاتی که ما داریم، یک چیز معلوم باشه بقیه همه چی میشه؟ معلوم میشه. این به کمک ذهن اشتراکیه. ما توضیح دادیم، گفتیم که مثلا شما صدای اونو میشنوید، دست خطی دارید، اسم کوچیکشو دارید، حالا اسم کوچیک و فامیل که دیگه جای خودش داره، عکسشو دارید، یه عکس، یه نفر اونو میشناسه، خب یه نفر هست میگه من میشناسمش ولی اسمش هم یادم نمیاد کیه، خب میشناسهش ولی اسمش نمیدونه چیه. همسایه هست میگه نمیدونم سغرا خانم صداش میکنن، خب نمیدونم، یه تازه مطمئن نیست. خب بنابراین در بحث ذهن اشتراکی ما در آینده به یک مباحث خاصی برمیخوریم. منتها اینجا میتونیم امتحان بکنیم، کار بکنیم، آزمایش بکنیم و بعد ببینیم که یک مطالبی هست و این مطالبی که هست ببینیم که ماجراش از چه قراریه و شناخت این اجزای این مسئله میتونه یک کمکایی برامون باشه، یک کمکایی بکنه. و تو این رابطه پس من معنوی هم نقش داره، میتونه نقش داشته باشه. توجه میکنید؟ حالا عرض میکنم یه موقعی اتفاقات عجیب غریبی در این رابطه میفته. ما دیروز اینجا یک گزارشی داشتیم، این گزارش در نوع خودش بی‌نظیر بوده. خب عده زیادی از اغما خارج شدن. یک موردی رو که از دوستان کلاس یکمون برامون دیروز اینجا گزارش دادن، ماجرای دختر جوانی است که حدود یک سال قبل در اغما میره، یعنی حدود 11 ماه در اغما بوده و بحث 5-6 ماه در ایران که دیگه در ایران گفتن امکان نداره به اصطلاح اهدای عضو داشته باشه و به اصطلاح دوستانشون در انگلستان میگن شیوه هایی هست در اینجا، شیوه جدیدی ممکنه با یه جور شوک بتونن اینو برش گردونن. خلاصه انتقال میدن به انگلستان و در انگلستان هم 5-6 ماه روش کار میشه با این طرق مختلف و در انتها به این نتیجه رسیدن که نه، همونجا اعدای عضو بکنن، ماجرا رو تمام حتی به ایران انتقال ندن. که در این اسنا تو این هفته ها این خانم اینجا صحبت کرد و با ما گفتیم اسم بده، اسم دادن. این دختر یه دفعه از جا میپره، مادرش رو صدا میکنه بعد از 11 ماه و بر میگرده و خلاصه کامل برگشت کامل. تا اینجاش مسئله نیست، یعنی چون قبلا هم داشتیم مثلا 5-6 ماه اغما رو داشتیم، مسئله نیست. اما موضوع جالبی که وجود داره، این دختر میگه این استاد طاهری کیه؟ البته اینو برای این واقعا به این چیز نبوده، موضوعی که کسی که در اغما بوده، حالا یا من یا اون یا هر کسی که کار کرده فرق نمی کنه، ممکن بود که حالا اسمو به من دادن، ممکن بود به شما بدن، فرق نمی کرد. این مسئله موضوع سر اینجاست که خب پس یک عواملی، یک مسائلی
حتی در اغما، حتی در هر شرایطی ممکنه که کار بشه، کار بکنه. و خب اینها میره یک مثلا دریچه های نوینی رو به روی انسان باز بکنه. موضوع اصلا این قضایا نیست که فرضم در یک نوع و در یک مورد حالا فرض کنید یک کار انجام شده باشه. موضوع اینجاست که شناخت این قضایا دریچه هایی رو به روی انسان باز میکنه. دقت میکنید؟ یعنی کشف یک موضوعی که حالا در واقع به این صورت اتفاق افتاده، کشفش، یعنی همین مسائل، یعنی انسان با شناخت این قضایا میتونه راه‌های نوینی رو برای زندگی خودش رقم بزنه. یک راه‌هایی که فکرش رو هم نمی‌کرده، فکرش رو هم نمی‌کنه. منظور این چیزا، منظور اینه که حالا از این زاویه ما بیایم نزدیک بشیم و بدونیم که هنوز از انسان شناختی نداریم. جانم بفرمایید. میکروفونو اگر معذرت میخوام استادتون میگیرم. عرضم به حضورتون که یه چند وقتی فکر منو یه مطلب خوندن مشغول کرده راجع به این که آقای فوندانیکن، نویسنده آلمانی، همون که کتاب عرابه خدایان رو نوشته، یه کتابی به دست من رسید به نام بازگشت خدایان از ایشون. ایشون توی این کتاب منظورشون این بودش که خدا یه موجودی، یه چیزی بوده که متلاشی شده و ذره ذره وجود به اصطلاح اون چیز تمام هستی رو تشکیل داده و ما هم جزء اون ذره ذره ایم و در مجموع این هستی باز برمیگرده، همش جمع میشه و باز میشه خودش. می‌خواستم ببینم نظر شما راجع به این نوشته چیه؟ ببینید، در حالا اینکه بازگشت خدایان با این عرابه خدایان، اون که به هر حال مجموع کتاب‌هایی بود که می‌خواست نشون بده که در واقع از کرات دیگه، تا اونجا که یادم میاد و اینها، از کرات دیگه اومدن و ماجراهای رو در روی زمین آغاز کردند و در واقع ما هم به یک نوعی دست پرورده های آن خدایان هستیم. ما رو اینجا جا گذاشتن و خودشون مثلا رفتن. حالا یه همچین چیزه. حالا ماجرای تصاویر، عکس های مستندی که اونجا به عنوان اسناد این فرضیه مطرح کردن، خب ما همه میدونیم که خیلی از اینا با کمک موجودات غیر ارگانیک و اینها در واقع ساخته شده و عمل شده و از حد انسان در اونم اون گذشته های دور خارج بوده. خب تا اینجاش برای ما مفهوم بوده که این نظریه چی میخواد بگه. فقط اشکالی که بوده اونا موجودات غیر ارگانیک رو نمیشناختن، این فرضیه رو عنوان کردن در واقع با یک بخشی از اکوسیستم آشنایی نداشتن. اما الان دوباره شاید یه اشتباه دیگری داره رخ میده. از اون جایی که این مسائل در یک دهه، در یک چند دهه شاید سر و صدایی به پا کرد، اما بعد خاموش شد و به فراموشی سپرده شد. یعنی انسان ناخودآگاه نتونه جذب بشه. اولش البته یک چیزی به حساب می اومد، ولی در طولانی مدت جذب نتونست انسان رو جذب کنه. انسان ناخودآگاه ماجرا رو نتونست پذیرا باشه. حالا شاید دوباره یه فضیه جدیدی که اون تز شکست خورده رو به یه نوعی احیا بکنه، منتها با یه توجیه جدید. البته من دقیق متوجه نشدم از این که اجزا متلاشی شده، حالا اجزا میخواد چی بشه و تحت عنوان خدا داره برمیگرده رو من دقیقا متوجه نشدم که چی میخواد بشه. ولی شاید به دنبال اینی که اون تزها نتونست جایگاه زیاد چیزی رو برای خودش باز بکنه طولانی مدتی رو،
چون اندیشه های بشری اینطوریه، اون چیزایی که اندیشه بشری باشه تاریخ مصرف داره، تاریخ انقضا داره. آنان که محیط فضل آداب شدن، در جمع کمال شمع اصحاب شدن، رهز این شب تاریک نبردن برون، گفتن فسانه ای و در بعد. بنابراین یک مطلب اینه که این فکر بشری، فرضی های بشری، اینا تاریخ مصرف و تاریخ انقضا داره، میاد یه بوره این نظر همه رو جلب میکنه و بعد از اون میبینه که اصلا با ناخودآگاه بشری نمیخونه، خانا نیست، لذا به دست فراموشی سپرده میشه. حالا دیگه باید اطلاعات دقیق تری راجع به این مسئله بازگشت خدایان داشت که اگر چیز شد توضیح دقیق تری محبت کردین در حال هر فرصتی ممنون میشیم. بفرمایید استاد عزیز. ببخشید من دقیقا سوالم از عشق یا تمنای ما اینه، فضای کلاس امروز یه فضای حالا قشنگی داره، خیلی حالا هوای زیبایی داره. من یه تقاضایی از حضورتون کردم چندی قبل که لپتاپتون همراهتون نبود و اون اینکه یادتون باشه یه روز با هم در ژرفای جهنم یه استغراقی داشتیم و حال حولی قرار شد ورژن 86ش رو با هم داشته باشیم که انشالله بعدش امروز انجام بشه. قبل از این اتصالات و ارتباطات تفریح در میارم بیرون، در زنگ تفریح در میارم و بعد از زنگ تفریح یه بار پاسخانی میکنیم. متشکرم. خواهش میکنم. خواهش توکل. خب یه مسئله مهمی رو در بحث توکل مختصر و مفید یه اشاره بهش داشته باشیم که در واقع جایگاه هر کدوم از مسائلی رو که در مذاهب پیشنهاد شده و از جمله در قرآن به صراحت توکل تا الله و اینه که توکل بر اون، مفهوم توکل رو ما داشته باشیم. البته قبلا هم این تعریف رو داشتیم، حالا یه بار بهش نگاه میندازیم. توکل در واقع زمانی حاصل میشه که ما به نوعی اعتماد رسیدیم، رسیدن حالا از هر طریقی به اعتماد، اعتماد بر این که چیزی اشتباه نیست، اعتماد بر این که قوانین اشتباه نیست، اعتماد بر حالا چیزایی که میخوام صحبت بکنیم. بنابراین ما در ابتدا به ساکن میایم مراحلی رو طی میکنیم، مرحله باور، ایمان، اینا رو طی می‌کنیم و بعد از اینه که این مراحل طی شد میرسیم به مرحله اعتماد. اینو من همیشه مثالی در این خصوص میزنم و این مثال رو با صندلی دندان پزشکان در واقع سعی می‌کنیم که موضوع رو تکمیل بکنیم و برسونیم. و اینه که ما وقتی پیش یک دندان پزشک میریم و روی صندلی رو دراز میکشیم، برای اولین بار دست ما زیاد میاد بالا که دست دندان پزشک رو بگیریم، زیاد اتفاق میفته. تا اون یک کاری میکنیم ما میپریم که دستشو بگیریم. اما بعد از اینی که اولین بار کارمون رو با اون تکمیل کردیم، وقتی کارش رو پسندیدیم، بار بعد دست ما خیلی خیلی کمتر میاد بالا و دست اونو کمتر میگیریم. اینجا رسیدیم به یک اعتماد، به یک اعتماد رسیدیم و میتونیم بگیم که الان ما به کار دندان پزشک، در مورد دندان پزشکی به توکل رسیدیم و به او توکل میکنیم که این کار رو برای ما چیکار میکنه، داره انجام میده. ما مطمئن شدیم که این کار از او برمیاد. اما در کار کل، در کار هستی، زمانی ما به اعتماد میرسیم که مسائل هوشمندی رو شناخته باشیم
و قوانین حاکم بر هستی رو، همون بحث اعداد، قوانین، هوشمندی، قوانین او رو متوجه شده باشیم که در اون خطا و خلافی نمیتونه باشه و او کار خودشو به عبارتی بلده و ما میتونیم به قوانین او چیکار بکنیم؟ اعتماد بکنیم و در این رابطه به هستی اعتماد داشته باشیم. خب ما به هستی اعتماد نداریم و به کار او اعتماد نداریم، مطمئن نیستیم که اون کارشو بلد باشه، مطمئن نیستیم که تونسته بین ما عدالت رو برقرار بکنه، مطمئن نیستیم که حکمت او داره درست عمل میکنه. خب ولی داریم میریم که دانسته های خودمون رو در این مورد نه تنها تکمیل بکنیم، بلکه ادراکمون رو هم چیکار بکنیم؟ در واقع در این خصوص سر و سامانی بدیم تا بتونیم خیال راحت زندگی بکنیم. خیال راحت زمانی پیش میاد که مطمئن هستیم، مطمئن میشیم که هستی کار خودشو بلده، او اشتباه نمی کنه. اگر اشتباه باشه از جانب ما ممکنه باشه. لذا وقتی متوجه میشیم تنها عاملی که امکان داره اشتباه بکنه ما هستیم، این خیلی به ما کمک میکنه. دیگه ما بیرون از خودمون دنبال چیزی نمیگردیم. بیرون ز تو نیست، از خود به طلب هر آنچه خواهی. بعد دیگه بی خود بهانه های نمیدونم چیزی نمیاریم. لذا این مسئله باعث میشه که ما روز به روز بیشتر در جهت شناخت هستی بر بیایم و بیشتر متوجه اشتباه کاری های خودمون بشیم. بیرون از ما همه چیز درسته، همه چیز و همه قوانین که اراده الهی هستند دارن به خوبی پیش میرن. لذا زیاد ذهنمون رو صرف اون طرف قضیه نکنیم، صرف خودمون بکنیم. مفهوم اعتماد، مفهوم توکل زمانی پیش میاد که ما این مرحله رو پشت سر گذاشتیم، کارهامون انجام میدیم، اون جایی که از دست ما خارجه دیگه چیه؟ اعتماده، توکله. و این میتونه موجب آسایش و آرامش ما باشه از یه طرف. از یه طرف دیگه هم ما رو در شناخت مشکلاتمون یاری بکنه و از درگیری و تضاد با خدا و هستی بکاهد. خب نمیدونم توضیح اگر جاش کم و کسره تا اضافه بکنیم. داشتن توکل به چه فرمی انجام میشه؟ داشتن توکل الان توضیح در همین توضیحات بود. توکل حرفی نیست، حرفی نیست. تا ما نریم زیر دست اون دندان پزشک نشینیم نمیتونیم بگیم که ما به او توکل داریم، ما به او اعتماد داریم. یه بار باید بار اول رو باید گذرونده باشیم. الان توضیح میدم خدمتون. اگر خاطرتون باشه گفتیم دنیای ادراک عرفان یا دنیای ادراک، دنیای اشراق. دنیای اشراق نه به سخنرانیه، نه به کتابه، به درکه. خب لذا ما تا نیاییم با هستی آشنا نشیم، با هوشمندی آشنا، منظورم از آشنایی نه آشنایی کتابی ها، آشنایی است که در اون قرار بگیریم، پی ببریم. مثل همین داستانی که من تعریف کردم خدمتتون، این داستان نشانه هوشمندی است، نشانه حضور هوشمندی است که یه قدم ما رو برد جلوتر، یه قدم ما رو به هوشمندی نزدیکتر میکنه و اعتماد ما رو بیشتر میکنه. حالا مورد بعدی ما مطمئنتر عمل میکنیم. میدونید یعنی توکل محصول این نیست که 1,000,000 بار بگیم توکل الی الله. محصول کاره. باید در میدان
این حالا این میدان زمین و میدان حالا آزمایش هر اسمشو بذاریم، در این میدان باید تجربه کرد، تجربه کرد تا به اون اعتماد برسیم. تا تجربه نکنیم به چی اعتماد کنیم؟ به چی باور بیاریم؟ میتونیم الان خاطرتون باشه کلاس یک در دم گفتیم آقا به کسی نمیگیم که باور باید داشته باشی، عقیده باید داشته باشی، اشتیاق باید داشته باشی. برای اینکه به چی اشتیاق داشته باشه، به چی باور داشته باشه. پس بعد از تجربه کردنه که اینها پیش میاد. لذا ما هم در این خصوص در این وادی هست که سریعاً با کار خودمون، با کار عملی خودمون ترتیبی بدیم که به اون اعتماد برسیم. یعنی بدونیم که همه چیز قابل اعتماده، در هستی دارن کارشونو به خوبی انجام میدن، بلدن چیکار بکنن، قوانین میدونه چیکار بکنه، اشتباه نمیکنه. لذا یک متغیر پیدا میشه، ما این. خب شما مثلا میبینید که انسان‌ها مدام دنبال این قضیه میگردن که کجای کار خدا اشکال داره. میدونید چقدر انرژی ذهنی ما صرف این مسئله میشه که کجای حکمت اشکال داره، کجا میتونن یه ایرادی از خدا بگیرن، کجا میتونن از خلقت و قوانین ایراد بگیرن. درسته ما انرژی ذهنی زیادی رو صرف این مسئله میکنیم. چرا من؟ بله این همین خود این چرا. تا زمانی که اینو داریم، یعنی اعتماد نداریم ما که طراحی هستی درست صورت گرفته، به کار خدا اعتماد نداریم. ولی بعد از اینه که یک چشمه هایی رو بالاخره اومدیم و چیز کردیم و وارد تجربه شدیم و تجربه کردیم، اون وقت هست که میتونیم در یه جای بگیم ما تجربه کردیم، به باور رسیدیم که کار طراحی خلقت بدون عیب و نقصه، یک دنیا لذا اعتماد کردیم. بنابراین از حالا به بعد هر اشکالی که هست اینجاست. این وقت کارمون رو ساده و راحت میکنه دیگه. اون وقت لازم نیست همه هستی رو بگردیم. مگه ما میتونیم هستی رو بگردیم؟ نمیتونیم. بعد یه دفعه میبینیم 50 ساله میخوام از کار خدا اشکال بگیریم، 60 ساله، 70 ساله میخوام از کار خدا اشکال بگیریم، ایراد بگیریم. بعضی موقع هم گرفتیم و فکر میکنیم خوبم گرفتیم. برای اینکه استاد من همیشه میگفتم من یتوکل علی الله و هو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، و به این اعتقاد داشتم. بله. و دارم هم، یعنی. بله. با توجه به اون خوابی که دیدم مثل اینکه من هیچی نمیدونم. خب ببینید، آخه میدونید چیه، تمام افرادی که هزار جور اشکال در کار خدا میگیرن، یه جا میگن آقا توکل به خدا. این جاییست که نه، منظور به شما به کلی میگم، ناشی از ضعف ماست. یه جایی که کم میاریم و دیگه نمیدونم چی از تو دیگه و اپا افتادیم، اونجا میگیم توکل بر خدا. این توکل با اون توکل، اون اعتماد فرق میکنه. اینجا این توکل اینه که ما میگیم دستمون کوتاه، دستمون نمیرسه. بله، دستمون نمیرسه، اینو میگیم. ولی اونه که چیز هست، ما چه کار داشته باشیم چه نداشته باشیم، چی باشه چه نباشه، ما به این اعتماد رسیدیم. آیا بعد از این توکل میتوان به ناراحتی و یا بیماری شخص بدون اسم اتصال واگذار به شعور کنیم؟ بحث توکل ما و بحث حلقه یه بحث جداست. اینه که ما در حلقه باشیم نباشیم، یه اتفاقاتی میفته و ماجرای رسیدن به توکل یه ماجرای دیگه ایه. به صرف این که ما اعتماد داریم، این کار حلقه رو ممکنه انجام نده. دقت بکنید، به صرف این که ما اعتماد داریم، این قضیه ممکنه انجام نشه و
نیاز به اون قضیه در نهایت هست. اون حلقه به ما کمک میکنه ما به توکل برسیم، یعنی اثبات بشه، اثبات عملی این موضوع. توجه میکنه؟ یعنی یکی از راه هایی که ما به توکل برسیم یا باعث رسیدن ما به اعتماد در مورد نقشه هستی و قوانین هستی و اصول سازوکار هستی میشه، این هوشمندیه میتونه باشه. اما حالا بعد ما بگیم که رسیدیم و حالا به یه شکل دیگه از اون طرف به این طرفش، اینو این جای مقداری بحث داره. بله. احتیاج به فرابرانی داره. آیا این هوشیاری خودش این انتخاب نمی‌کنه؟ اگر من یه روز بسپارم؟ ببینید، قراره که این یه اصله. هوشمندی در مورد مشکلات ما رأساً تصمیم نگیره. اگر میخواد رأساً تصمیم میگیره از چند هزار سال پیش گرفته بود، الان ما به اینجا نرسیده بودیم. خودش گرفتاری هامونو میدونه، بیماری هامونو میدونه. هوشمندی علی الرأس این به عنوان یه اصل قابل قبوله یا نه؟ هوشمندی اگه میخواست علی الرأس اقدام کنه، اولین انسانی که مریض شده در طول تاریخ، برگردیم نمیدونیم که اصلا بیماری از کی به وجود اومده، بیماری که از ابتدا به ساکن که نبوده که. یعنی استاد، این سوالت اشتراکی که شما فرمودید من متوجه شدم، من متوجه شدم. کسی که در انگلستان باشه و شما ندید چه نوع مرضی داره، ممکنه این هوشمندی خودش این عمل رو و این اتصال بخصیص رو به اون برسید. ببینید چیزی که شما فرمودید. بله. ببینید، باز در این خصوص شما فکر میکنید که چون توضیحی که برای من دادن گفتن فقط یه خونه 3 میلیارد تومانی رو فروختن انگلستان خرجشون کرده. خب دیگه شما ببین، یه خونه 3 میلیارد تومانی رو فروختن، رفتن مستأجر شدن، جز گزارشاتشون بود. من حالا دیگه برازونم نشد که ما دیگه اجزا حالا فقط منتظریم قراره بیان و قرار یه ملاقاتی داشته باشیم که ببینیم کم و کیف این ماجرا چیه. یه خونه فقط، این یه قلم مادی مسئله است و شما بدونید که همه کارهای دیگه هم انجام شده، مطمئن باشید. خب من میخوام بگم که بدون حلقه، بدون بحثی که همیشه میگیم، این هوشمندی علی الرأس و خارج از قانون عمل نمیکنه. یعنی خارج از قوانین. قوانینش چیه؟ اگه بخواد عمل کنه چجوری عمل میکنه؟ اتصال، اتصال فردی، اتصال جمعی، یا باید از این بره یا باید از اون بره. منفک و بدون اینکه اون شرایط حاصل بشه عمل نمیکنه. این میتونه رمز موفقیت باشه برای انسان اگر کشفش بکنه. یعنی کشف که گفته اعتصموا به حبل الله و اینا، قوانینشو گذاشته. خب این قوانینشو گذاشته، مشخصه. یعنی ما بیایم در چارچوبش، در چارچوبش وقتمونو بی خود تلف نمی کنیم، مسائل رو بی خود چیز نمی کنیم، آنن میریم سر همون کاری که باید بکنیم. استاد ببخشید، چقدر زمان طول کشید از موقعی که اسمش رو من شما دادم تا در عرض دو سه هفته همه کارا شده؟ عرض کردم خدمتتون، حالا بیان و اینجا اطلاعات و جزئیات خیلی زیادی رو به دست میاریم. البته خیلی هم در هلوش این قضیه، چه از اونجا چه از اینجا، میخوان که کم و کیف مسئله رو
کشفش بکنم ببینن چیه اتفاقی افتاده. اگر قرار بود که هوشمندی خود به خود عمل بکنه، پس پیشرفت انسان، علوم پزشکی و عرفان و بقیه مسائل اصلا دیگه از بین می‌رفت. یعنی ما هیچ کاری نمی‌کردیم، احتیاجی نبود ما کاری انجام بدیم. بله نه اصلا یک موضوع هست که بیماری ما برگردیم به عقب، بیماری که از روز اول که وجود نداشته. بله. که خب و ما هرچی برگردیم به عقب در واقع میبینیم که قبل یک مشکلاتی الان داریم قبلا نداریم. مثلا 50 سال به قبل، مثلا 100 سال قبل مسئله همخونی نداشتیم، مشکل ازدواج نمیدونم چی نداشتیم، دخترمون پسرمون نمیدونم دختر خاله پسر خاله نمیدونم، اصلا همخونا با هم ازدواج داشتیم. برگردیم به عقب همینطوری مسئله نبوده، اما الان واقعا یک مشکل و یک موزل بسیار بزرگه بحث همخونی. و تازه روز به روز غیر از بحث تازه همخون به اصطلاح بودن که هیچی، کاملا خونه هم متفاوت باشن بازم حالا دیگه چیز فاکتورهای دیگری هم این وسط چیه اومدن که اصلا قبلا اصلا نبودن. و فردا خیلی از این ماجرا مفصل تر پیش میاد. بنابراین بیماری از یک جایی شروع شده، اولین انسانی که بیمار شده، خب اولین انسانی که بیمار شده، خب اگر قرار بود هوشمندی رأساً اقدام کنه همونجا اقدام میکرد، این دیگه ریشه‌کن میشد به ما نمیرسید. ولی جان سوالی که من کردم مشخص باشه. بله باز تکرار میکنم، اولا ما به کمک شما در این کلاس ها رسیم، حس من اینه که آروم آروم اگر قبلا نمیده الان رسیم که یک چیز دیگه ذهن اشتراکی داریم. اگر من ممکنه ناآگاه اتصالی رو برسم، احساس میکنم که ممکنه این که بین ما این حلقه هست هدایت کنیم که این حلقه که به ما رسید، یعنی این حلقه ای که بین ما هی تکمیل تر میشه و نسبتاً جاری تر میشه. همینطور که ایشون گفتن که آیا این من معنوی با شما هست، من فقط همین سؤال کردم. میتونه خوشبینانه باشه که اگر ما به بحث عرفان پرداختیم یا داریم تلاش میکنیم، شاید اون سؤال و اون اتصال من با وجود شما کامل بشه و با وجود دیگری که در این حلقه هست. بله متوجه هستم که انسان وقتی میتونه به اونجا برسه که تلاش کنه برای بهتر زیستن به دیگران رسید، اون کار زمینیشه. بله. کار آسمانیش که این نبود. بله. کار آسمانیش که همینه که داریم دنبال میکنیم. بله. دنبال در واقع یه چیز نشدی هستیم، دنبال معجزه هستیم. البته گفتیم معجزه هم قانونمنده، ولی حالا ما در کار آسمانی و نمیدونم این کارها داریم دنبال این میگردیم که داریم دنبال این هستیم که در واقع نمیدونم از اینجا به اون سر دنیا به این سر دنیا یه کارهای مثل این قضیه نشود. خیلی از این راحت تر که الان تازه ما داریم انجام میدیم این صورت بگیره و امکانش هست و عملیه. خب بنابراین کار آسمانی تلاش که هیچی زحمت و تلاش هیچی. بله چون جوابی داری شد که دوگانه بود من کردم، انسان به خاطر این که زندگی رو درستر انجام میده به علم هست تلاش کرد. الان سوال من از شما که استاد من هستید، خواهش می‌کنم در عرفان تلاش کردیم این مقدار که زمینی هست، تلاش زمینیش بله و تسلیم هم جدا. وقتی به این رسیدیم، به حلقه رسیدیم که دیگه دل من و دل شما میتونه اشتراکی داشته یا احیانا یک کسی که اصلا تو جمع ما نیست یه پیوندی با یکی از ما میکاره، ممکنه پیوند با اون حلقه بخوره.
اگر با شما پیوند بخوره که با حلقه پیوند خورده. همین دیگه. همین. اگر خودش با خودش باشه میشه مسائل دیگه ای. ببینید البته خودش با خودش منظور نه اینکه بیرون حلقه نیست. بیرون اتصال نیست. منظور اگر با جریانی که متصل ارتباط پیدا بکنه کارش انجام میشه. اگر جریانی کانکشنی نداشته باشه، اتصالی نداشته باشه نمیدونیم چی میشه. بیشتر به این خاطر بودم که این جایی من رسیدم به این موضوع که اشتراکی که ما در حلقه داریم گاهی وقت به یک فرد یا خارج از ما میرسیم. یا منی که خیلی ها چیزا رو فکر میکردم خودم رو در آوردن رسیدم به بوده که از موقع که این کلاس شروع شد با شما به این موضوع رسیدم. به این چیزایی که اصلا نمیدونستم در نمیدم به من آگاهی رسید. بله. و میگم که این میتونه متقابل باشه، یعنی اتصالی که من میگم اگر درست نباشه شما بتونید به من کمک کنید در اون اشتراکی که اصلا حضور ندیم. من معنوی شما در ببینید من که خدمتون عرض میکنم ما در حلقه و در اتصال بفرمایید خواهش میکنم استدعا میکنم بفرم ما در اتصال که امکانات از من معنوی گرفته تا ذهن اشتراکی اینا همه در اختیارمونه، داریم ازش استفاده میکنیم. اگر استفاده نکنیم که اصلا این کارا شدنی نیست. اصلا چه بخوایم چه نخوایم داریم ازش استفاده میکنیم و داریم به اصطلاح خب در آینده هم اینطوریه که هر کسی به یک گوشه این بی‌نهایت اتصالی پیدا میکنه، اتصال که داره یعنی دسترسی پیدا میکنه به یک مشت آگاهی ها رو هر کسی، خب چون این بی‌نهایته در واقع به طوری است که هر کسی باید یه جوری شکاری داشته باشه از این به هر حال بی‌نهایت و اینطوری هم هست و اینطوری هم خواهد بود. بنابراین اصلا جاری هست، اینه که میفرمایید اصلا جاریه. خب من یه قبل از این سوال مطرح بفرمایید اتصالی رو که عرض کردم برقرار بکنیم بعد با هم خب تبادل یونی و الکترونی رو نداشتیم. البته تعریف این قضیه رو زنگ بعد خواهیم داشت، چون خورده میخوام راجع به صحبت بکنیم. باز جوابی که از دوستان که گفتن درس و ابتدای همیشه ابتدای زنگ ها بدیم. چه بله اید؟ بله بله منم در قبال اون بله. مسئله ای که داریم، مشکلی که داریم اینه که بعضی از دوستانمون کارمندن، از سر کار میان، از راه دور میان، همیشه بله همیشه به ما یادآوری میکنن که حالا قسم اونم میدن تو رو به خدا نگید ما خودمونو برسونیم، یا این اوایل زنگ ارتباط و جواب سوال و اینا رو بدین تا ما خودمونو برسونیم. لذا ما مشکلمون یه چیزیست که جمعی است. حالا بعضی میخوان زود برن، بعضی میخوان دیر بیان، بعضی ها یه طوری باید باشه. ما این چند ساله روندمون همینطوری بوده، عمدتاً هم مراعات دوستانی رو کردیم که از سر کار میخوان خودشونو به ما برسونن. جلسه ساعت دومی که درس میدین، جلسه اول خب باید اشکالات بچه‌ها در طی این هفته بررسی بشه که بله جدیدو بله بگیرن. حالا اینم یک دلیلمون هست که ما به اصطلاح یه درسی رو میدیم، جلسه اولمون که همش یه ریز ما صحبت میکنیم از اول. دو بار بدین استاد هر بار هم یه بار از زنگ اول بدین یه بار از زنگ باشه باشه. خب تا اونجه که بشه چشم. بعد روند اینطوریه که اون موقع ما یه هفته باید یه هفته دو هفته حالا بستگی به دوره فرصت هست که بریم روی مسئله کار بکنیم، اشکالاتمون در بیاریم، جلسه بعد زنگ اولمون اشکالاتمون بررسی کنیم، بعد بریم دوره ارتباط، دوره جلسه بعد همینطوری اشکالمون رو در زنگ اول برطرف بکنیم، بریم سراغ ارتباط جدید. خب یکی از مسائلی رو که داریم از
تضاد و نظریه‌های خودمونه در مورد انسان. خب این قضیه رو دنیای علم اطلاعی نداره ازش، ولی خب وقتی بیایم نظریه ها رو بدیم و بیایم کار بکنیم و با مسائل دیگه میبینیم که همخوانی داره. بدن ما، سیستم بدن ما جریانی داره، به هر حال الکتریک، جریان الکتریک در اون نقش اساسی رو داره. اصولا بدن ما یک سیستم الکتریکه. قلبمون با جریان الکتریک کار میکنه، مغزمون با جریان الکتریک کار میکنه و باز و بسته شدن و انقباض ماهیچه‌ها و همه در واقع به سیستم الکتریک بستگی داره. بنابراین میتونیم بگیم که بدن ما یک سیستم الکتریکه. حالا در این سیستم الکتریک تولید جریان الکتریک عمدتاً شیمیایی هست و توی این ماجرایی که ما داریم که جریان برق ایجاد میشه و جریان داره، یک مسائل کلی بر اون حاکمه، یک مسائل جانبی. مثلا مسئله کلیش اینه که اگر درون بدن ما جریان باشه، دورش باید چی باشه؟ دورش باید حوزه باشه، یک میدان الکترومغناطیسی. این میدان الکترومغناطیسی در واقع دور بدن ما وجود داره. حالا همینطور که تو ارتباط متوجه وجودش خواهیم شد که به دنبال این حوزه ما تبادلات یونی و الکترونی هم چه با هوا و چه با زمین خواهیم داشت. چه با هوا و چه با زمین تبادل یونی، یعنی یونهایی رو در واقع به جریان میندازیم. همینجا اگر دقت بفرمایید بدن ما مثل یک آهنربای الکتریک میشه، مثل یک آهنربای یک قطب مثبت و یک قطب منفی داره. از حالا به بعد که اون حوزه پولاریتی رو خواهیم داشت، توجه میکنین چطور شد؟ یعنی اگر بدن ما تو حوزه پولاریتی یه قطب مثبت و منفی داره، این قطب مثبت و منفیش بایستی بدن ما مثل یه آهنربای الکتریک باشه که یه مثبت یه منفی پیدا بشه، حالا دیگه اون حوزه که این شکلیه ایجاد بشه. یعنی این قضیه باعث یه قطب مثبت و منفی میشه و به دنبال این حوزه پولاریتی هم ایجاد میشه. حالا اینو نقشه برداری کردن، اما اینو خبری ازش نیست. خب این مقدمتاً حالا تا من باز توضیح بدم خدمتتون در این خصوص که تبادل یونی و الکترونی رو حیوانات، گیاهان، انسان همه دارند و بستگی به نوع تبادل یونی و الکترونی به ماجرای دیگه هم بر میخوریم. مثلا گیاهانی که در واقع تبادل یونیشون از طریق حواس خب خاصیت مگنتیک پیدا میکنن، گیاهانی که تبادل یونیشون از طریق زمینه، تبادل به اصطلاح
خاصیت الکتریک پیدا میکنن و از اینجا گرمی و سردی پیدا میشه. یعنی اونایی که هوایی هستن اون وقت تب گرم پیدا میشه. یعنی اینکه گفتن تب گرم و تب سرد به نوع تبادل یونیشون به اعتقاد ما بستگی پیدا میکنه. گیاهانی که یا گیاه به هر حال اون دسته ای که از زمین تبادل یونی دارن که خاصیت الکتریک و تب سرد پیدا میکنن، مثل گوجه فرنگی، خیار، نمیدونم اون چی که سرده. حالا البته یک موقع ممکنه روز زمین باشه ولی تبادل یونیش هوایی باشه، بوتش کوتاه و مثل فلفل. خب بقیه هوایی ها مثل نمیدونم نارگیل، خورما، نمیدونم چی، اینا تب گرم پیدا میکنن. خب در مورد ما هم همینطوریه، بعضیا تبادل یونیشون بیشتر هواییه، بعضیا بیشتر زمینیه. اون وقت اگه زمینیه زیاد سردی بهشون نمیسازه، میبایه که تبادل یونی زمینی دارن زیاد بهشون نمیسازه و ممکنه دچار مشکلاتی بشن مثل ورم مفاصل و اینا و بالعکسش. خب این ارتباطی رو که برقرار میکنیم، حالا مطالب دیگه داره که برای زنگ تفریمون میتونیم دنبال بکنیم. این ارتباطی رو که الان برقرار میکنیم، دوستان اگر بتونن، اگر مایل باشن، کفششون رو میتونن در بیارن، جورابشون هم میتونن در بیارن، کف پاشون رو بذارن زمین، بعد ببینن که تبادل یونی به زمین به بالاست، یعنی میره یا به بالاست، و بعد حلقه و میدان و همه رو بررسی کنیم. تا گونیا رو میارند و اینا شما ردیف اول که کفششون رفته اون که این چیه. ضمناً این فروشگاه کفش دست دو هم باز کردیم میدونید. خب آماده هستین؟ بگم بیان. چشما بسته؟ خب حالا پس حوزه رو دقت بکنید، به حوزه و به نوع تبادل. دست چی؟ دست عادی. خیلی ممنون، متشکر. خب دوستانی که این حوزه رو متوجه شدن دستشون رو بلند کنن. بله 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 بله. آره این از اون حوزه هاییست که اتفاقا خوبم دوستان متوجه میشن. خب کسایی که متوجه تبادلات هم شدن دستشون رو بلند کنن. تبادلات که یعنی در واقع از زمین میگرفت یا از هوا میگرفت. خب یا حالا بله 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 میشه. خب حالا هیچ کدوم انجام میدین درست میشه، حسشه، موضوع حسشه، نمیشه هیچ کدوم. ببینید هیچ کدوم نداریم ولی حسشو نتونستین داشته باشه. ولی این از اون ارتباطه که ببینید که در واقع 90% بیشتر متوجه میشن. حالا انجام بدیم متوجه میشیم، بازم انجام میدیم. خب چند نفر داشتیم که حالشون بد بشه؟ خب چطوری بد شد؟ بذار ببینیم که استاد احساس کردم برای یه ثانیه نفس نمیتونم بکشم، معلق بودم بین زمین و آسمونی تو خلا. بله. مثل تو هواپیما یه حالتی با آدم دست. بله. گوشا حالت میگیره. بله. یه حالت بی وزنی و احساس کردم نفسم بالا نمیاد که به شدت گریه کردم. بله
تا اینجاش که چیزی مهمی نبود، بقیهش بعد بقیه چرا خیلی مهم بود، احساس کردم نفسم بالا نمیاد. میخواستم از اینجا برم بیرون که گفتین نبشین. بله درست شد دیگه، بعدش درست شد. خب بسیار خوب. خب از این مهمتر به همین سادگی کلام هم قدرت نداشت که بتونم کمکم، یعنی نه لحظه بگم همه سیستم بدنم از کار از کار رو بود. خب اینم که از این مهمتر. خب حالا من توضیحات قضیه رو زنگ بعد میدم که بازم با ارتباط دیگه‌ای، با ارتباطات دیگه‌ای، حالا دوستانی هم که غایب هستن تا اون موقع تشریف میارن بعد ادامه میدیم. خلاصه کلام اینه که این یک شارژ الکترونی و دیونی و اینها رو هم روی ما خواهد داشت. حالا دوستانی که احساس انرژی میکنن دستشون رو بلند کنن. بله که عکس این هم داریم، دوستانی که احساس تخلیه انرژی داشته باشن. خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار خوب. جانم جانم ایشون میگن دستاشو بیهست شد. این هم که حالا اتصالشو از مبنه نامی پوست هایی که چی رو؟ بله بله اونا رو که حالا جون پیدا کردیم. ببینید حالا ما یک بالانس الکترونی بله یک موقع احتباس الکترونیه، یک زمانی بحث در واقع نیاز به جریان هست که در واقع اگه سیستم الکتریک بدن ما مختل بشه میدونید که در واقع یه نابسامانی هایی خواهد بود. بله بله الان خوب این دیگه. خیلی خوب، خیلی. البته بگم خدمتتون یه چند تا ارتباط باید داشته باشیم تا این بالانس و این چیزایی که لازمه انجام بشه. که صورت چی رو؟ پس میگیری در مورد تغذیه که دارد بسر جمع مثلا ببینید اصولا در مورد میوه ها و اینها خب هر کدومشون برای خودشون یک مسائلی دارن از نقطه نظرهای مختلف اگه نگاه بکنیم که خب البته ما اونا رو مورد بررسی قرار ندادیم، قرارم نمیدیم. مثلا فرض کنید که در مکاتب مختلف مثلا در آیورویدا بعضا تیپ باتا، کافا، پیتا هر کدوم بر حسب تیپ مثلا فیزیکی ما، کاراکترهای ما، نوع غذا بهمون میاد، نوع غذا بهمون نمیاد. ببینید در واقع اونام همین چیزهاست، منتها شاید به عبارتی هر کدوم از زاوی. مثلا توی تیپ همین دموی، بلغوی، صفراوی، سوداوی حالا سنتی خودمون هم هر تیپی یه چیزایی بهش میاد بخوره یا نخوره یه مسائلی رو در واقع داره. بنابراین از اون نقطه نظر خب اون خودش یک ماجرای مفصلی است. ما اعتقاد داریم که اگر از این طرف تسلط باشه از اون طرف اونا مشکلی زیاد نمی‌کنه. این اعتقاد رو داریم. نیاز نیست که برای اینکه رعایت مسائل تیپی و اینکه چی بخوری چه نخوری اعصاب رو واقعا خراب می‌کنه، انرژی ذهنی زیادی به خودش میگه مشغول می‌کنه، آینو بخورم آینو نخورم، آ اینجوری و الان چه جورم، الان چه تیپ، الان نمی‌دونم چیه، کافام بیشتر شده، الان واتام نمی‌دونم رفته بالا، الان پیتام بلان شده بیزاری. یعنی آدم یعنی میدونید چه انرژی ذهنی به خودش اختصاص میده؟ هیچ تدبیری و آدابی مجوی هست چه میخواهد دلت؟ بله اینه که ولی از اون طرف
از اون طرف اگر که تسلط شعوری باشه بالانس انجام میشه. لازم نیست اصلا انرژی ذهنی بذاریم روی اینکه چی بخوریم چی نخوریم. مثلا ببینید یکی از مشکلات افراد که رژیم میگیرن، رژیم غذایی میخورن، مثلا با رژیم غذایی فرضاً میخوان به مسائل نگاه بکنن، دوباره انرژی ذهنی زیادی صرف میکنن. از اون طرف قضیه یه ذره غذایی رو بیشتر وقتی میخورن دچار عذاب وجدان میشن، تشعشع منفی ایجاد میکنن، بدنشون مسموم میشه، سوخت و ساز بدنشون ناقص میشه. یعنی اومدن چند کار رژیز کنن، چقدر مشکلات اضافی ایجاد میکنن. و همینی که بخورم نخورم این خودش مختل میکنه، ایجاد اختلال میکنه. و بعدم خب ما که نمیتونیم دقیق اون رعایت ها رو بکنیم، چیز میاد، حالا همون که بگیم عذاب وجدانه میاد و تشعشع منفی، و به دنبال اون بدن مسموم میشه. بدن مسموم شد، مغزم تولیدات نامناسب خواهد داشت و سوخت و ساز بدنم ناقص میشه، دوباره خودش کمک میشه به مسئله چاقی یا مثلا به هر حال اون مشکلی که داریم. بنابراین اولین، حالا از نظر ما اینطوره ها، کاری نداریم، ما اصلاً ذهنمون رو به چی بخوریم چی نخوریم نمیدیم. بله اصلاً ذهنمون رو نمیدیم، برای اینکه واقعاً مشکل بحث اینه که بیای حالا باتا و کافا و پیتا و نمیدونم این چیزا رو رعایت کردنش خیلی مشکله. ولی کلیت قضیه رو اگر از بُعد هوشمندی نگاه بکنیم، همه جور بالانسی میتونه باشه. مثلا دیگه از صحبتایی که در همین خصوص هست که ما اعتقاد داریم به موضوع بالانسش، ببینید ما نوع زندگیمون طوریست که الان شارژ یونی و الکترونیمون دوچار مشکل شده. یعنی نحوه زندگی انسان یه طوریست که به طوری کلی نمیدونم امروز لاستیک اومده تو زندگیمون، نمیدونم چی اومده تو زندگیمون، در واقع ما اون تبادل یونی و الکترونیمون قطعه، در ارتفاع هستیم، در ارتفاعات و در طبقات زندگی میکنیم. یک ساعت پرواز چند ساعت، معادل چند ساعت خستگی روی زمینه، یعنی معادل چند ساعت کار روی زمینه. خب بنابراین این قضیه ما شاید توی نحوه زندگی جدیدمون نتونیم اینا رو جبران کنیم در حالت معمولی، ولی در حالت ارتباط و اتصال و نمیدونم چی اینا همه قابل چیزه، قابل بالانس و قابل تعادل. اینجا الان ببینید که از ساعت فاصله است، همینجا که من واسدم، این قطع تبادل یونی و الکترونی هست، خود این موکت عایقه، اون نمیدونم چیه، این برای این زندگیست که ما برای خودمون ساختیم. و حالا یک ساعت این رو بودن معادله چند ساعت کاریست که با زمین در ارتباط و در تماس باشیم. خب الان دیگه در ایستگاه فضایی، در هواپیماها، در نمیدونم چی، در برای نوع زندگی ما، اینو ما رو از اون فیزیولوژی طبیعی خودمون جدا کرده. خب بنابراین اگر قرار باشه این چیزها به زندگی ما، یعنی نقش هوشمندی به زندگی ما راه پیدا نکنه، مشکلات عدیده ای انسان رو تهدید میکنه. ببینید تبادل یونی و الکترونی با ارتباط، ما با ارتباط برقرارش میکنیم، یعنی میتونیم با ارتباط مثلا در یه ایستگاه فضایی، الان مشکلات افرادی که در ایستگاه فضایی اونا زندگی میکنن فکر میکنه چیا میتونه باشه؟ یکیش همین هاست، سیستم الکتریک بدن. ما البته اطلاع دقیق نداریم، گزارشاتشون نداریم ما، ولی ما حدس میزنیم که سیستم الکتریک بدنشون مختل بشه. خب سیستم جانا ببینید، حالا در مورد این افرادی که به اصطلاح مشکلات این چنینی دارن،
خب ما از طریق تششو دفاعی، از طریق نمیدونم فرادرمانی اونا کمک میکنیم، بالانس رو انجام میدن. اون بالانس رو انجام روشون انجام میشه به خودی خود. حالا صرفا از این طریق هم میتونیم عمل نکنیم، حالا تا در آینده که یه سری مباحث باز میشه که اونا هم از اون مباحث میتونن استفاده بکنن. جان حالا من توضیح میدم خدمتتون که زنگ بعدی مقدار از این بحث رو بازش میکنیم، اونجا متوجه میشیم که اساس قرار چی باشه، چه جوری باشه. توضیح میدم زنگ بعدی این بحثش رو باز میکنم که عرض کردم دوستان دیگه مونم تشریف آبو شعار این نه مشکلی نداره، در مجموع مشکل نداره. مثلا این میدان های مغناطیسی که برای موقع استفاده از وسایل الکترونیکی ما تو زندگیمون داریم، مثل استفاده از تلویزیون حتی، عرض کنم که در این خصوص که تاثیر حوزه های دیگه، حوزه های مصنوعی هایی که تو فضا هست. بله ببینید، حوزه های مصنوعی مثل امواج، حالا امواج و جریان الکتریک، مثل جریان فشار قوی، جریان مثل کابل فشار قوی تا چندین متر دور خودش حوزه داره و تا شعاع 400 متر اینطورا نباید کسی زندگی بکنه. حالا کاری نداریم که بعض بها خیلی نزدیکتر از اینا هستن. پس یکی بعض حوزه‌های الکترومغناطیسه، مثل اینکه ما الان در واقع سیمای برق و اینها هستن، در پیرامون ما هستن. بعضی موقع ها به اصطلاح امواج، الان یکی از به اصطلاح مسائلی که داره معضل بزرگی ایجاد میکنه بحث آلودگی امواج به اصطلاح ویو پولوشن هست که میلیون ها طول موج مختلف الان داره از ما عبور میکنه و عبور این امواج از اکولوژی تأثیرات رو اونا میذاره، مثلا روی روند نمیدونم تولید مثل، نمیدونم خواب، نمیدونم همه چیزهای گیاهان، حیوانات، اینا اثر میتونه بذاره. الان یکی از این معضلات که داره ظاهر میشه روی زنبورهای عسله. زنبورهای عسل وقتی میان بیرون، خب اینا همه در واقع با فرکانس ها و چیزهای مختلف محل زندگی خودشونو، کندوی خودشونو پیدا میکنن، برمیگردن، نمیدونم زندگی میکنن، با هم در ارتباط هستن، با هم پیام میدن. مورچه ها، زنبور ها الان طوری شده که این سیستمشون مختل شده. مثلا خفاش ها، خب اینا با سیستم به اصطلاح امواج و فرکانس های مختلف دارن زندگی میکنن. لذا یه پدیده‌ای که الان مشاهده میشه اینه که زنبور عسل که از کندو جدا میشه دیگه بر نمیگرده کندوی خودش. خب دیگه بر نمیگرده کندوی خودش. این یکی از معضلاتیه که داره فسلا پیدا میشه دیگه. در مورد تششعات مختلف و این مسائل، یکی دیگه اش هم پولاریتی پولوشن بود که اینجا ما وقتی به حوزه مثل در واقع استراکچرهای فلزی نزدیک میشیم، اینا دور خودشون یه حوزه دارن، امواج الکترومغناطیسی اینا دور اینا حوزه تشکیل میده، خاصیت آنتن هستیم. ما که نزدیک میشیم این حوزه ها روی ما اثر میذارن. ما الان اینجا به اصطلاح تیرچه داریم، ستون داریم و به طور کلی با فلزات داریم زندگی میکنیم، ماشینمون، خودرومون، اینا خود دور خودشون حوزه دارن، حوزه ما رو تغییر میدن، حوزه های ما رو تغییر میدن و این تغییر در حوزه ها برای ما ایجاد مشکلات خوب عدیده میکنه. جانا در واقع وجود میاد،
یعنی در کنار افرادی که قرار میگیریم یه به هم ریختگی که خودمون احساس کنیم، با این اتصال میتونیم همون تفاهم اون به هم ریختگی هایی که در افراد با هم افراد خودمون مشاهده میکنیم، اینا بیشتر تششعاتیه. خب بیشتر تششعاتیه، این چیزا عمدتا تششعاتیه که خب اتصال خونیه داشتن. بله بله استاد، حالتی که توی اتصال چه خونیه یک چه خونیه دو، بعد از اون حرکات دست و بدنی که انجام میشه در نهایت این حالت به وجود میاد برای خود من که این چون مطابقت داره با اون حالتی که تو دعای مسیحیت، یعنی به این حالت و بعد وقتی به این حالت میشید این کانال انگار باز میشه. میخواستم اینم یه خورده باز کنیم که چرا به این صورت برای هر کسی به یه صورتی در میاد. توجه فرمودین؟ برای هر کسی به انتهای ارتباط قونیه، درسته یا نه؟ یعنی برای هر کسی در انتها به یه شکلی در میاد و اصلا ارتباط هر کسی فقط مخصوص خودشه، فقط یه فرم کلیش مثل همه، هیچ دوتا ارتباطی مثل هم دیگه نیست و دریافت ها و مسائل مختلف هم در واقع فرق میکنه. این نمادی که خب تو مثلا برابط این بله این ببینید اینا همه در اصل زمانهایی که اجرا شده برای خودش یک درونی داشته، یه روحی داشته، یه ارتباط بوده، یعنی با این قضیه توی یه چیزی قرار میگرفته، یه چیزی دریافت میکرده، بعدن به مرور زمان فقط رسمی و تشریفاتی و اینهایی در واقع باقی مونده و باقی میمونه. دقت بکنید در واقع اون روحش از بین رفته. مثلا در ورزش رزمی هم همینطوریه، در نمیدونم یوگا هم همینطوری بوده، در مراسم مذهبی و اینها هم همین بوده. مخصوصا به خاور دور که بریم مثلا میبینیم که خب یه رقص ها و حرکات عجیبی مثلا دارن، خب که اون ابتدا به ساکن که اینا به وجود اومده، همونطور که توضیح دادم خدمتتون، اینها برای خودش یک ارتباطی بوده، یه اتصالی بوده، ولی بعد یواش یواش اتصال از بین رفته، خود اون چیزه باقی مونده، بقیه از هم تقلید کردن، تقلید و اون محتواش شده، محتواش دیگه از بین رفته. فقط تو کتاب ها ممکنه چیزهای خونده بشه، نمیدونم یه داستانهایی، یه ماجراهایی که حالا نمیدونم بعضی موقع از این فیلم‌های رزمی اونا میبینید که مثلا یه کارهایی میشه، اونا بیشتر جنبه افسانه و اینها رو پیدا میکنه، یا در خصوص اون مراسم هم همینطور. ببخشید. من یک ساله میخوام یه سوال، یه گزارشی به شما بدم، فرصت نمیشد. ماشاءالله انقدر سوال کرد. بعد اصلا یادم رفت. امروز شما این گزارش کما رو که دادین، یهو دوباره یادم اومد گزارشی که اینو خدمت عرض کنم. من یه گزارشم شبیه همین گزارش داشتم. من یه بیمار که نه با یه دختر خانمی صحبت میکردم، بعد یه بار ایشون اومد که من مادرم رفته تو کما، خودکشی کرده بود بعد کما رفته بود. من اصلا مادر ایشون هم تا حالا ندیده بودم، ولی ایشون میدونست که من همچین ارتباطایی دارم، ارتباط درمانی دادم یه بار، دو بارم بیشتر این کارو نکردم. روز سوم دیدم اومد خوشو گفت خانم مامانم از کما در اومده، چشماشو وا کرده. من خیلی خوشحال شدم چون برای بار دوم بود که خودکشی میکردم. بعد ولی خب مدت نقاهتشون تو بیمارستان خیلی کوتاه‌تر از دفعه قبل بود که خودکشی کرده بودن، اومدن خونه. بعد مادرشون که با من تلفنی صحبت میکردن، یه سری مشخصات به من دادن، گفتن که من تو کما شما رو دیدم. گفتش که یه سری مشخصات داد، گفت شما اینجوری هستین، اینجوری هستین، قدتون رو. بعد تقریبا با مشخصات من میخوند، گفت خیلی دوست دارم شما رو ببینم. گفتم باشه، چون بعد از اونم بازم من ارتباطای درمانی رو دورادور به ایشون میدادم. بعد روزی که رفتم به عیادت ایشون، تا ایشون منو دید گفت خود شما بودین با همین لباسی که تنتون هست. من شما رو اتفاقا یه خانم دیگه توی کما دیدم، اومدید که تو همون حالت کما به من گفتن که این دوتا خانم باعث شدن که شما از کما درام و حالتون خوب بشه.
و من خودم خیلی چیز جالب بود برام دهن اینا، ولی خب چون راجع به من معنوی اینا صحبت کرده بودین یه مقدار آشنایی داشتم، ولی چون تا حالا برخورد نکرده بودم باش خیلی مسئله جالب بود برام. بله بله، حالا حالا یه دستی هم بزنیم این هم بگم بزنیم. بله عرض کنم خدمتتون که پس ببینید این تجارب در واقع قراره که در آینده راه گشا باشه. الان به شکل ساده یه تجربه رو میشنم میریم، ولی در آینده این مسائل قراره برای انسان راه گشا باشه، بعد دریچه های نوینی رو به روی انسان باز بکنه و در عصر که باید اسمش رو بذاریم عصر هوشمندی، عصر قوانین داره پوستر گذاشته میشه، عصر هوشمندی. حالا در عصر هوشمندی دیگه اون چیزایی رو که میبینیم دیگه با اون چیزای عصر قبلی خیلی فرق میکنه. مثلا یه همچین گزارش های اینقدر عادی میشه، اینقدر عادیه که هر کس از کما در بیاد بیرون باید بینیم خب چی شد، با کی ملاقات کردی، خب بگو ببینیم. یعنی یه گزارشات خاصی رو مثلا میتونه داشته باشه. خب اینا در واقع داره ما رو آماده میکنه برای شنیدن گزارشات عصر هوشمندی. خب توضیحاتمون چطوری بود؟ توضیحاتمون این بود که این مال قبل از دوره پنج بود، مال قبل از دوره پنج بوده که دوره پنج گفتیم عجله نکنیم، فعلا مورد به مورد انجام بدیم، اول ببینیم انجام میشه اصلا. خب چون ما وقتی بگیم خب برای کل که نمیبینیم، بعدم نمیدونیم انجام شد یا نه. زمانی ما کارهای جمعی رو انجام میدیم که به توکل و اعتماد رسیده باشیم، در غیر این صورت میشه مثل همین دعای جمعی که میکنیم خدایا قرض قرضداران ادا و چی و بعد اینجوری میشه شل میشه. بله این میشه برای حسن ختام، میشه ارزش چیز نداره، یعنی قدرت این در واقع پشتش نیست. بنابراین ما اول باید کارهای فردی بکنیم، اون به اصطلاح ایمان رو بهش برسیم، بعد توکل رو بهش برسیم و بعد در چند بود این قضیه دنبال میشه. کارهایی که طلب خیره، کارهایی که دفع شره، خب اینها رو در واقع چیه؟ بعداً انجام میدیم و تازه در مثلا فرض کنید دور هفت میبینیم که نقشی که دعا داره در هستی، نقش دعا در هستی، نقش شعور در هستی، بازتاب شعور در هستی. مثلا میگه خدا غضب کرد، خدا چجوری غضب میکنه؟ دقت میکنی ما که دیگه امروز به این نتیجه رسیدیم که همه چی قانونمنده، پس غضب الهی هم مستیز بکنی با هستی. اون حالا اون یه چیده، اون اصلا یه چیده، من الان به طور کلی صحبت کردم. نقش شعور در هستی، بازتاب شعور از هستی، نمیدونم اینا رو در واقع بعد میایم خود راجب نفس و راجب نمیدونم مرکب و جان و نمیدونم روح الله و اینا که صحبت کردی میخورده این، بعد یه مکانیزمایی رو هم اونجا مورد شناسایی قرار میدیم که به ما نشون میده چجوری هستی. اونم از شعور ما نقش میگیره، ما از شعور او از شعور ما چجوری بازتاب پیدا میکنه. استاد تقریبا یک ماه قبل و
یک هفته پیش یه فیلم از تلویزیون شبکه 4 پخش شد به اسم The Secret. بعد در این فیلم مطلبی که گفته بود خیلی جالب بود. مثلا میگفت شما وقتی که آرزوها و خواسته های خودتون رو اینا رو وقتی که به هوش میاریم، ما میگیم به هوشمندی، اون میگفت مثلا در طبیعت حتی کائنات یه شکلی هم حتی بود، یه مرد بزرگی بود که میاد به تک تک افراد بشر که دارای خواسته هایی هستن مراجعه میکنه، نگاهشون میکنه، بعد میبینه که اونا خواسته شون رو بیان میکنن و میگن اگر اونا خواسته های خودشون رو به شکل مثبتی بیان کردن اون پاسخگو میشه. یعنی در واقع کائنات ایستادن که خواسته های ما رو پاسخگو باشن. اگر ما به چیزهای مثبت فکر میکنیم کائنات اونا رو در اختیار ما قرار میده و اگر به چیزهای منفی فکر میکنیم اونا در اختیار ما قرار میگیرن. من می‌خواستم با توجه به مطالبی که ما توی این برنامه داریم سوال کنم که این نظر شما در مورد این مطلب چیه؟ خیلی چیزای جالبی گفت. بله، یک موضوع هست که بحث آرزو. آرزو یعنی اون چیزی که در حال حاضر برای ما غیر ممکنه. در حال حاضر اون چیزی که ممکن باشه دیگه اسمش آرزو نمیگذاره. یک موضوع هست که تحقق آرزو، آرزوی من نباید ایجاد مشکلی برای شما بکنه. یعنی یه قانون ما داریم اونجا، بحث یعنی یک درخواستی نباید به اصطلاح قوانین دیگر رو چیکار بکنه؟ نقض بکنه، به خطر بندازه. یک آرزو نباید مثلا مخل عدالت الهی باشه. یه آرزو نباید نمیدونم با اون قوانین هستی ناسازگاری داشته باشه. بنابراین آرزوها اولا تحقق آرزو منوط بر منطبق بودن در چارچوب قانونه. یکیش. دو، بحث یعنی اینجا منظور من اینه که من یه آرزویی دارم، مثلا فرض کنید که من اگر الان پول دار باش بشم، مثلا 10 میلیارد پول به من برسه، شرایط شما به یک گونه تغییر میکنه. خب تغییر میکنه یا تغییر نمیکنه؟ یعنی یه دفعه به اصطلاح چون پول میزان ثابت در یک جامعه، میزان ثابته، یعنی مبلغ ثابته، باید تو دست ما بچرخه. اگه بیاد به این سمت 10 میلیاردش، باید از سمت شما چی شده باشه؟ کم شده باشه. یه قطب اینجا ایجاد میشه و یک پتانسیل ایجاد میشه که یه سمت داد بره پایین، یه سمت بیاد بالا. اینا میبینیم که با عدالت الهی در یه جایی نباید مغایرت داشته باشه. در یه جایی باید با قوانین زمین مغایرت نداشته باشه. یعنی مثلا اقتصاد، قانون اقتصاد اجازه نمیده که پول از آسمان برای شما بباره. پول از آسمان نمیاد، باید از جیب بیاد، باید از جیب ها بیاد به سمت شما و میزان ثابته. و اگر قرار باشه یه جای غیر از جیب افراد بیاد، بانک ملی ورشکست میشه، نمیتونه جواب این آرزو رو بده. پولی اومده دست شما، اون معادلش رو پشتوانه نداره. 1000 تومان اگر تو جیب شما بیاد، باید معادلش در بانک مرکزی ما موجود باشه. لذا این وسط مسائلی پیش میاد که قانون سازگاری تقابل آرزوها با همدیگه است. خب الان سر یه چهارراه البته اینا رو توضیح دادیم. من آرزو میکنم که همین الان این چراغ سرد میشد، من رد میشدم. اونم آرزو میکنه که میگه کاش همین الان سرد میشد، من رد میشدم. ببینید همون بحث ای کاشه. این هم یه آرزوی کوچیکه، یعنی لحظه کاش الان سبز میشد من میرفتم. خب کاش الان نمیدونم چی میشد، کاش الان یه دفعه میشد ساعت
هفت و نیم من میرفتم به کارم میرسیدم. خب اینا میشه آرزوهای کوچیک. خب اگر امکانش بود که شما دیگه به عنوان آرزو ازش استفاده نمیکردید، مثبت هم هست. اینا نباید با قوانین هستی تقابل داشته باشه. و بعد بحث خیلی قضایای دیگه هست که این ماجرایی رو که شما اونجا شنیدین به خودی خود و 100% حاکم و صادق نیست. الان توضیح میدم. بازم البته یه تقابلی که اینا رو میتونیم با هم بفرمایید. به خدمتتون بود. بله بله. سوال کردم. بله بله. راست و من رشته قبلیم اقتصاد بوده، خیلی تو ذهنم بود که یه بار دیگه حتی نشستم فیلم راست رو دیدم و با سوالی که اونجا بله بله. اومده بود فیلم داشتم گوش میدادم. البته من فیلمو ندیدم ولی من کلیات موضوع رو از بله مورد فیلم راست اینکه ما فکر کنیم مثلا در واقع اگه حتی 10 میلیارد تومان پول برسه به من، خب من اینو که توی بالشم زیر سرم نمیذارم، که من این یه پروسه‌ای رو ایجاد میکنم. مثلا میرم یه زمینی میخرم، میخوام اونجا یه قصری بسازم، یه سری کارگر میان برای من کار میکنن، دارن پول میگیرن، یعنی فراوانی میشه که میچرخه. بعد من حتی تو نگاه مثلا علم اقتصاد کلان این سوال برام تا اینجا آرزو توش نقشی نداره ها. ببینید من آرزو دارم که مثلا اینقدر پول داشته باشم. خب بله. بعد من با این بخش در واقع از نگاه اقتصاد این بخش رو دارم نگاه میکنم که شما میگین پول محدوده و اگر این پول بیاد دست من، پول از جیب یه عده دیگه ای داره باید اومده باشه. من میخوام بگم که ما الان تو اصلی داریم زندگی میکنیم که خیلی از معاملاتی که انجام میشه صرفا اعتباره. من با چک کار انجام میدم و این چک صرفا یه اعتباره. یک در واقع اینا همش پشتش بحث اقتصاد کلان خوابیده و اینکه خیلی وقتا حتی اگر پول، حتی یعنی اصلا سکه قشنگ اسکناس داره میاد تو دست من 10 میلیارد، این 10 میلیارد تو دست من نمیمونه، من دارم اینو تبدیل میکنم به یه چیز جدید، یعنی ارزش افزوده دارم ایجاد میکنم. و اونجایی هم که در واقع من میخوام این فراوانی رو به سمت خودم بکشم، صرفا این نیست که مثلا من بشینم همینجوری فراوانی مثلا پول بیاد از آسمون برام. معمولا اینجوری میشه که من یه کشف جدید، هر چیزی هم که تو فیلم به راز میگم، مثلا طرف به ذهنش میرسه که من فلان کتابی که داشتم میتونم برم اونو چاپ کنم بدم بفروشم، یعنی ارزش افزوده تولید میکنیم. من اینو میخوام بگم مثل همین چیزی که توی فرادرمانی آگاهی که برای ما میاد، این آگاهی میتونه تو مسیر اقتصادی زندگیمون به نظر من برام بیاد که من یه راه جدیدی رو پیدا کنم که یه جور در واقع من یه ارزش افزوده‌ای تو هستی دارم به وجود میارم و آدم‌ها خریدار اونن و از این کانال پول داره برای من به وجود میاد. این پولم باز تو دست من انباشت سرمایه‌ای نیست. بعد حتی در مورد اون بخشی که فرموده بودین حجم در واقع مانیتری پولی که بانک مرکزی تولید میکنه بخش محدودی هست، اینو من حتی با استادا مطرح میکردم که اگر ما حجم پول در واقع اسکناسی که بانک مرکزی رو چاپ کنه اینو در نظر بگیریم و این طرف در نظر بگیریم، ثروت و در واقع حجم پول و تراول و حالا در واقع پولایی که به صورت اعتباری بله مثلا اگه من توی حسابم بعد تو دفترشم یه میلیون پول دارم، یه میلیون که همیشه با هم نیست، فقط یه اعتباره که نوشته شده من یه جا یه میلیون پول دارم. بله. و چیزی که جالب بود یه همین سوال تو ذهنم بود، تقریبا دو تا جمعه پیش تلویزیون یه برنامه داد که دقیقا همین سوال من رو جواب داد که توی کشور ما این درصد یه چیز حدود 19%، یعنی یه چیز حدود 81% یک و 81% یک و 81% به نسبت حجم مانیتری، حجم پولی که وجود داره اینقدر، این تازه 19% اعتباری هستش که آدم ها دارن. بله. یعنی میخوام بگم و تازه این برای کشور ماست با مثلا میزان تورم و مسائلی که داره، خیلی جاهای دیگه این آمار خیلی کمتره، یعنی جاهایی که خیلی اقتصاد الکترونیکی دارن این درصد خیلی هم پایین تر میاد. بله. ببینید خیلی ممنون، متشکرم. ببینید ما میخواییم ما اجازه ما ببینید یک فرق بین این وسط یه چیزی هست. ما خودمون میبینید که از همون ترم یک راجع به فاز مثبت صحبت میکنیم، بحث تفکر مثبت، تفکر خلاق،
اینا چیزاییست که ما خودمون توی بحث به اصطلاح پرورش ذهن از دور سه احساس دادیم، ولی در یه فرصت‌های روی بحث تفکر خلاق و پرورش ذهن صحبت خواهیم داشت. اینا تا اینجا چیزاییست که ما قبول داریم، اما یک مسئله هست که ما تو این دهه، تو این چند سال مخصوصا باش برخورد کردیم، بحث این هست که تخیل بکنیم که مثلا پول اومده، یا تخیل کنیم که پول داره میاد. ببینید، بحث فرق بین تفکر خلاق و تفکر مثبت و اینه که تفکر کنیم که پول داره میاد، دو تا بحثی که یه خورده با هم فرق میکنه. چون ما برخورد کردیم در دهه، در چند سال گذشته، به افرادی که دچار یه نوع افسردگی خاصی شدن. این افسردگی این بوده که نشستن تخیل کردن که اون کاری که مد نظرشونه میشه، یه سال، دو سال، سه سال و در انتها نشده. یه دستش راجب پول بود، مواردی راجب ازدواج بود. ما برخورد کردیم، خب میدونیم میان با ما محرمانه، یا مثلا در این خصوص چند تا هم مادرها با من صحبت کردن که ما دخترمون سرخورده شده. چرا؟ کدوم چرا؟ بله، این مثلا به دنبال این قضایا اومده، نشسته این کارو کرده، اینجور شده، اینطور شده. دقیقاً تمام فرمول های این مسئله رو به کار برده و نتیجه نگرفته و امروز سرخورده شده. و در واقع فرقی که ببینیم ما با تخیل صرفاً قرار اون چیز ایجاد بشه، یا با تفکر مثبت به اضافه تفکر خلاق و فاز مثبت و مثبت اندیشی، کدوم از اینا؟ یا آدمی که تفکرش منفیه قدم میخواد برداره اصلا پاش نمیکشه، مثلا فرض کنید بیکاره میخواد بره سر کار، اصلا پاش رو برمیداره میگه نه کار نیست، فایده نداره، دوباره میشینه. ولی اونه که تفکرش مثبته میگه پیدا میکنم. لذا اینجا تفکر مثبت، تفکر خلاق، فاز مثبت به اضافه عمل مثبت. این عمل مثبت رو اگر ازش بگیریم، خب نقض قانون زمینی میشه. قانون زمینی تلاشه. یعنی اگر اینو ازش بگیریم، ما یک مسئله رو برخورد کردیم که میگن منهای این عمل همین که تخیل کنی. یه دفعه اینه که زنگ در خونه به صدا در اومد، اومدن گفتن که بله بفرمود بگیرید. خب این یه خورده این مسئله نقض قانون زمینی که قانون تلاشه. یعنی این نشون میده که تلاش، خب این تلاش هم بود نبود، یعنی یه خورده رو هوا قرار میگیره. نقض قانون زمین هم دوباره ایجاد تقابل میکنه که من توضیح دادم علت سرخوردگی اون عده، این بخشش درست یا هرچه، این تیکه رو همراهش نبود. ولی اگه باشه، بله میتونه موفقیت رو چیکار بکنه؟ زیاد بکنه. یعنی در واقع ما حرفمون یکیه، ولی یه جاش چیز ممکنه من، یعنی کسانی که با من بحث کردن صبح، من نه این فیلمو دیدم، حالا اولین فرصت من باید ببینم فیلمو، خب ولی یک موضوعی که هست، یک مطلبی رو که من میدونم، نبایستی این قضایا ناقض قوانین باشن. نباید مثلا قانون عدالت الهی رو نقض کنه، قانون مثلا طلاکار زمینی رو نقض بکنه و هر کدوم از این مسائل. حالا انشاءالله این بحث رو ادامه میدیم. چایا رو یخ میکنه، اشاره کردم برای زنگ تفریمون، یک ربع زنگ تفریم. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون دوستانی که ارتباطشون برقرار شد، دستشون رو بالا کنن. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. خب الان نسبت به ارتباط قبلی،
دوستانی که سر حال تر شدن دستشون رو بلند کنن. خب یعنی در مجموع این بحث شاذه. دوستانی که هنوز مشکل دارن، هنوز متعادل نشدن، مشکل دارن دستشون رو بلند کنن. یعنی چند نفر مشکل داشتن دیگه؟ مشکل دیگه، مشکل یعنی چطور بود؟ بسیار خوب، خوب شدین شما؟ خب اون دوستانی که دفعه قبل خوب نبوده اما این دفعه دیگه بهتر شدن. خب ببینید اینطوریه، با یکی دو تا ارتباط که میگیریم این تعادل سیستم جدید برقرار میشه. این بیرونزی از اون بیرونزی ها نیست. خب این همینجا سرپایی حل میشه و ما تعادل جدید برامون برقرار میشه. سیستم یونی و الکترونی، حالا این سیستمی رو که ما تعریف کردیم، این اصلاح میشه و به دنبال اون ما توی وضعیت بهتر قرار میگیریم. میکروفون اینجاست، من یه میکروفون هم بدم بیاد اونجا. پس موضوع چیز شد؟ توجه بفرمایید. این خودش از نظر ما، بعد از نظر ما این خودش یه آلودگی هست. یعنی ما یه آلودگی رو داریم مطرح میکنیم. مثلا میتونیم بگیم که conductivity مثلا پولوشه، مثلا آلودگی هدایتی، یعنی اینکه عواملی که این وسط قطع میکنه هدایت یا تبادل یونی و الکترونی، اینجوری تعریفش میکنیم. خب اما خب این مسئله رو دستمونه. مثلا ما از نظر پولاریتی هم دچار مشکل هستیم. اینا رو چیکار بکنیم؟ ما در ارتباط با هوشمندی سیستم‌های مختلفمون رو متعادل می‌کنیم، تبادل سیستم‌های مختلف رو برقرار می‌کنیم. از جمله بدون اینکه لازم باشه مثلا از دست کشیدن استفاده کنیم، با ارتباط حوزه‌مون چی میشه؟ اصلاح میشه. با ارتباط این مشکلات برطرف میشه. این قضایا در آینده مثلا در اسکای فضایی برای حل و فصل مشکلات خودشون از این طریق، پیشنهاد ما اینه که باید از این چیزا استفاده بکنن. در زندگی آینده که ما واقعا نمیتونیم اون شرایط فیزیولوژی طبیعی اصلیمون رو برقرار بکنیم، باید به طرق دیگه ای از جمله کمک گرفتن از هوشمندی بتونیم این مسائل رو متعادل کنیم و به اصطلاح اصلاح بکنیم. درست شد یا نه؟ ما دیگه نمیتونیم یه بار دیگه کفشو از پامون در بیاریم، یه بار دیگه نمیدونم در صحرا بدویم، تو صحرا باشیم، نمیدونم اینها. این شرایط زندگی ما اینجاست و به این صورته و از جد خودش خارج شده. حالا خلبان ها هستن که در روز چند ساعت پرواز دارن، تو هوا هستن و خب اطلاعاتی رو هم که به دست آوردیم از اونا هم، اونا هم این خستگی رو احساس میکنن. خب ببینید این مسئله حالا هر روز یک مسئله است. حالا هر روز نباشه، ماهی یه بارشو که هفته یه بارشو یک قضیه ای. من این توضیح هم رو تکمیل بکنم. طبقه پنجم با اینجا که من واستادم هیچ فرقی نداره، اینا جدا هستیم دیگه، جدا هستیم، هیچ تبادلی نداریم. لذا اگر این تبادل و این ارتباط نباشه خستگی قطعی است. خب حالا یه مطلبی رو من خدمتتون بگم. یک سیستمی از انرژی درمانی هست که روش کار به این صورته که میرن در دامن طبیعت قرار میگیرن، مثلا با یه درخت نمیدونم دست در ارتباط قرار میگیرن، با نمیدونم زمین، حالا هر چی که امکان داره، با طبیعت در ارتباط قرار میگیرن و بعد در واقع مثل یک خازن الکتریک، مثل یک کاپاسیتور ما عمل میکنیم. در واقع شارژ یونی میشه، بعد میاد این خازن رو تخلیه میکنه روی فرد بیمار، فرد دیگری. اگر مشکل اون فرد به واسطه تبادل یونی و الکترونی باشه، این تخلیه روی اون باعث شارژ اون میشه و
به اصطلاح اصلاح میشه، بهبود پیدا میکنه، اما خودش تخلیه میشه، یعنی بلافاصله بیحال میشه، دوباره باید بره خودشو شارژ کنه، دوباره باید بیاد، دوباره بره، دوباره بیاد. خب این یک روش انرژی درمانی است که یعنی فرد میره در دامن طبیعت قرار میگیره. حالا البته اگر اصول درستشو من نمیدونم اونا، حالا اصول اینه که بدون کفش و اینها در معرض تبادل یونی و الکترونی قرار بگیره. حالا شارژ میشه، شارژ که بشه بیاد کسی رو بگیره یا کار بکنه، این شارژ روی اون پیاده میشه، ولی خودش تحلیل میره. از مشخصات این قضیه اینه که خودش بعد از اون احساس میکنه که وا رفت. خب بله، حالا ببینید یک رشته هایی به توجه بفرمایید، یه رشته ای این یه چیز عملیه، یعنی واقعا فرد در چیز قرار میگیره. یه موقع با تخیل این کارو میکنه، یعنی فرد با تخیل داره کالبد نمیدونم چیه خودشو بزرگ میکنه، بعد حالا میرزه. این تخیله، ما نمیدونیم دقیقا پولاریتیه الان داره کار میکنه، دقیقا چیه که داره کار میکنه، میدونید؟ اما در اونجا دقیقا مشخصه، مثل یک کاپاسیتور داره، یعنی ما میشیم یک خازن الکتریک، میشیم یک خازن. این شارژ صورت میگیره، بعدش دشارژ صورت میگیره و فردم خودش هم وا میره. خب و باید حتما بره دوباره خودشو شارژ بکنه. خب اما ما این مسائل رو به طور کلی الان داریم. اگر یک موقعی ما در دامن طبیعت قرار بگیریم، این ارتباط رو بهترین فرصتی است که این ارتباط رو برقرار بکنیم. اما اگر دسترسی نداشته باشیم چی؟ خب دسترسی نداشته باشیم نیازی نداریم، مثل همون پولاریتی است. یعنی ما میتونیم چیکار بکنیم؟ در معرض قضیه که قرار داشته باشیم، اون به اصطلاح تعادل و تبادل و این حرفا رو چیکار بکنیم؟ داشته باشیم. این در واقع مسئله مهمیه که بایستی بدونیم، چون ما فقط این قضیه نیست، راجع به قضا صحبت کردیم، راجع به نمی‌دونم مسائل مختلف، و در واقع در آینده هوشمندی میتونه خیلی از مشکلات ما رو چیکار بکنه؟ حل بکنه. مشکلاتی که دیگه ما نمیتونیم به عقب برگردیم، یعنی الان ما رفتیم جلو، دیگه جلوییم، دیگه نمیتونیم یه بار دیگه از آپارتمان رو درآییم، نمیدونم آهن رو از خود فلزات رو از خودمون دور کنیم، تلفن‌های همراه رو دور کنیم. روز به روز در شرایط زندگی جدید قرار میگیریم، برگشت به عقب امکان نداره. بنابراین بایستی بتونیم از حضور و وجود هوشمندی در زندگی خودمون حد اکثر استفاده رو ببریم. برای همین هم میگیم عصر هوشمندی، به این دلیل. یکی از دلایلش اینه دیگه. ما ببینید ما چقدر گرفتاریم، دیگه نمیتونیم بیایم هر دقیقه حساب کتاب داشته باشیم که ما تیپمون کافاس واتاس بیتاس، حالا الان چی بخوریم، الان چیکار بکنیم، الان چی... نمیتونیم. یعنی اگر هم این کارو بکنیم، ذهنمون شدیداً درگیر میشه. خب همون مسئله که ذهن افرادی که در رژیم غذایی هستن ببینید چقدر درگیره، یعنی اونا لطمه شدیده میخورن، برای اینکه لحظه به لحظه محور ذهنشون میشه کالری، محوریت ذهنشون رو چی میگیره؟ تمام انرژی ذهنشون رو این مسئله به خودش معطوف میکنه. جانم استاد من سوال کنم؟ یه سوال اینجا اونجا بعد بیاد اونجا ببینیم که بله بفرم. استاد ببخشید، طبق فرموده شما شبکه مثبت و شبکه منفی هر دو هوشمندن و طبق قوانین عمل میکنن، چرا شبکه مثبت حتما باید با حلقه انجام بشه و اجازه داشته باشیم و بخوایم ازش که برامون کاری انجام بده، اما شبکه منفی بدون هیچ گونه دعوتی تو کار ما مداخله میکنه؟ مطمئنید که دعوتش نمی کنیم؟ شبکه منفی
هم میگیریم شبکه منفی بدون قانونه. که ازش بخوایم میاد اون قانونه، اون این بیاد اونم میاد، اون بیاد اینم میاد، اون قانونه، قانون تأثیر متقابله. این میاد اونم میاد، اون بیاد این میاد، و اینها با هم در یک کش و قوس و رقابت هستن. اما شاید منظور شما اینه که ما همینطوری که داریم میریم، خب همینطوری که داریم میریم میبینیم که ارتباطمون با شبکه منفی راحت تر برقرار میشه. منظورتون اینه؟ منظور من اینه که چرا برای ارتباط مثبت حتما نیاز به حلقه است، ولی برای ارتباط در شبکه منفی هم حلقه، همین حلقه اونورم هست، با اجازتون همین حلقه اونورم هست، از همونورم دایر میشه. یک قضیه که هست، انسان راحت تر، یعنی ما راحت تر اونور میریم قبول میکنیم پذیرا میشیم، این ور مشکل تر قبول میکنیم پذیرا میشیم چی میشیم بل میشیم. خب یعنی یه نفر وقتی میره مثلا پیش یه دانویس، راحت تر توکل میکنه، راحت تر اعتماد میکنه، راحت تر میسپاره، ولی این ور مشکل تر میسپاره. مشکل تر فاز منفی هستیم، شبکه مثبت نمیاد کاری برام انجام بده. چرا بیاد؟ نه برای که وقتی تو فاز مثبتی منفی میاد، پس چرا باید بیاد؟ فاز مثبت محال منفی بیاد. چرا استاد؟ نمیاد. که آگاهی میگرفتم شما میگفتید حمله شبکه منفیه. من هر وقت آگاهی میخواست برام بیاد، از طرف شبکه منفی مورد حمله قرار میگرفتم. یک ترس فوق العاده وحشتناکی حاکم بر من میشد که من اون ارتباط رو قطع میکردم. و شما فرمودین که این حمله شبکه منفیه. خب ببینید آقا، یک مسئله اجازه بدین، یک قضیه رو من خدمتتون بگم. ما مفهوم حمله رو مثلا بدونیم که مسئله حمله چجوریه. ببینید ما الان داریم آگاهی میگیریم، ارتباط میگیریم، و بعد یه دفعه میگیم که فضای بیرون شد فضای مثلا ترس، یعنی احساس میکنیم ترس ما رو احاطه کرد. اینطوریه دیگه یا غیر از این؟ ترس درونی است. ببینید درون و بعض درون و بیرون ایناش جز وجود ما، درسته یا نه؟ ببینید من با آگاهی این ترس میاد. ببینید یک مسئله هست، قانونهایی رو ما خدمتتون عرض کردیم، مثل قانون ختم الله، خب ختم الشیطان، در ابتدا به ساکن وقتی ما میایم میخوایم حرکت بکنیم، اولین چیزی رو که پیدا میکنیم این قانونه که پامونو میگیرن و میبینیم محسوسه. خب همینه که شما میگید. اما یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار شما محل نذارید، محل نذارید، یعنی که میگید من میخوام، هر چقدر میخوای بترسون، میبینی که اون مسئله ختم شیطان پیش میاد، میگه ولش کن، ایشون مصممه بذار برید. یا ختم الله، از این ور میره تو منفی، مثبته با تو میگیره، هدایت میده، اینو میده، اونو میده، به علائم مختلف چیز نشون میده، توجه نمیکنی، میگه با ولش کن. این در این مورد البته ها، مورد به مورد ختم الله ولش کنید. این در واقع این پیام ما رو توجه نکرد. میدونید مثل چی میمونه؟ یه مثال من بزنم خدمتتون. مثال اینه، یه نفر الان در یک رستوران درجه 4 و 5 و در یک جایی که درجه 4 و 5 غذا بخوره که تارا نخورده، چی میشه؟ مسموم میشه. خب اما اگر دو بار، سه بار همون رستوران غذا بخوره، دیگه دفعه بعد چی میشه؟ هیچیش نمیشه. الان آدم هست، خب آدم هست، از توی سطل آشغال غذا برمیداره میخوره، مطمئناً از بنده و جناب عالی هم سالم تره. چرا؟ قانون مسئولیته، اینم قانونه، مسئولیت پیدا میکنه. لذا مثلا اولین لقمه مثلا حرام ممکنه یه چیزایی رو به ما نشون بدن، ولی چهارم لقمه، چهارم، پنجم، دهم، صدم میگن ولش کن، این دیگه میلیارد میلیارد اگه چیز کن ولش کنین، این پیام ما رو نگیره، ولش کن. بنابراین اینها قانونه. الان من خودم واقعا نمیدونم حمله یعنی چی، در حالی که در یک زمانی حمله درون، تعادل، روان، ذهن و یک نابسامانی. و ببینید
خب حالا شما میگید تمام اینا رو که میفرمایید وادی سرگردانی، وادی حیرت. ببینید اینا رو باید پشت سر گذاشت. شما نمیتونید وادی سرگردانی رو پشت سر نذارید. بیاد پشت سر گذاشتیم، هممون گذاشتیم. یه جایی هیچ تضمینی نیست، هیچ تضمینی نیست. ممکنه برید این بالا بالا بالا، یه دفعه اونجا یه پایین بازی ما رو پلر. خب الان من خدمت، بذار من صحبت ها رو بگم خدمتون. مثل بازی ما رو پلر، اگر حواس، البته اونجا تاس تعیین میکنه، ولی در مورد ما این اختیار ما تعیین میکنه و به اصطلاح قضیه از این قراره تا ما یه جای سرگردان نشیم از گذشته جدا نمیشیم، از افکار گذشته جدا نمیشیم. باید به سرگردانی برسیم، بگیم نمیدونیم. ولی تا زمانی که میگیم میدونم، میگه چی میدونیم؟ اینه که همون افکار گذشته است که میدونیم. یه جای باید برسه قطع بشه. اون نقطه که قطع میشه، نقطه ایست که نمیدونی چی درسته چی غلطه، گذشته آینده، این وسط حیرانی تا سیستم جدیدی حاکم میشه. یه لحظاتی چیه؟ معلقه دیگه. این وادی سرگردانی است، وادی حیرت، وادی که تا زمانی که فکر میکنیم بلدیم، خب بلدیم دیگه، حیرت نمیکنیم دیگه. یه جایی که میبینی که نمیدونی، تا بدان جا رسید دانش من که بدانم که همین نادانم، اونجا حیرت. اینو میبینی حیرت می، اونو میبینی حیرت، همه چی حیرته. اون وقت تازه متوجه میشیم که نمیدونیم. تا زمانی که حیرت رو تجربه نکنیم فکر میکنیم بلدیم. خب چه باید کرد؟ این موجود موجود عجیب غریبی است. خورد کردنش کار آسونی نیست. هزار و یه ترفند از عشق بگیرین، از این بگیرین، از اون بگیرین، از این بگیرین، از این، همینا رو گذاشتن که این موجود رو خوردش کنن. خب از نو بیارین گل و خلاصیش فرمی ازش در بیارن، بذارن در معرض آتش، یه شکل دلخواهی ازش در بیاد بیرون. اینها رو اگر ما پشت سر نذاریم نمیشه. ولی وقتی پشت سر گذاشتیم، بعدش دیگه اصلا نمیدونم حمله یعنی چی. من الان نمیدونم حمله یعنی چی، ولی یه روزی حمله، الان این چیزی که شما تجربه میکنید با اون چیزی که من تجربه کردم اصلا قابل قیاس نیست. خب مثلا اینو که بعضی ها میگن که چیزی، من ببینید که زیاد حیرت نمی کنم، زیاد چیز نمی کنم، چون من میدونم که اینا هیچ کدومش در واقع چیزی نیست و اصلا چیز به اصطلاح با اهمیتی نیست، هرچند که برای خود فرد خیلی مهمه و الان در یک بحران بزرگی قرار داره. ولی از منظر کلی تری نگاه میکنیم، اینه که بابا این موجود موجود عجیب غریبیه، مگه میشه بشکنیش؟ بتون آرمه است، به این سادگی نمیشکنه، قبول بکنیم. حتی وقتی هم فکر میکنیم که شکسته، بعد میبینیم که نه خیر، هنوز ممکنه دو تیکه شده، ولی حالا هر تیکش خودش یک ابهتی داره، ممکنه ده تیکه شده، قراره. ببینید ما این چیز هم داریم که مثلا مثال هم زدیم، گفتیم که مثلا فرض کنید یک کوزه میزنیم، یه دونه ضربه میشه چهار تیکه، میگیم کوزه شکست. اما در هم شکسته هم نشکسته. حالا دوباره هر تیکه از اونو با چکشه بزنی، بازم اینه که شد 100 تیکه، بازم کوزه شکسته است، نسبت به قبلش شکسته تر شده. حالا دوباره بیفتیم به جونش، یه جای خوشه، خب بازم شکسته، اما حالا ادامه بدیم پودر میشه، یه جای قبار میشه، قبار یه فوت کنید دیگه نیستش. مه باید نسر، این را بدان. خب بحث محو شدن، این شکستن تا جایی ادامه پیدا میکنه، نه اینکه بشه دو تیکه باد نمیبرش، باز هر تیکش داره میگه من کوزه بودم، یه روزی من کوزه بودم. یعنی داره بعضی میگن جوانی یاد کجایی که یادت بخیر، به ما چی بودیم چی نبودیم، هنوز آثار پیداست. لذا این قضیه
اینقدر ما را چلاپ از این ور میزنه زمین، بلند میکنه از اون ور میزنه زمین، بلند میکنه از این ور میزنه زمین. اینقدر مثل همون جریان مثال نونه که خدمتتون عرض کردم، اینقدر این ور اون ور میکنه تا ما رو خب برسونه به یه جایی که فوت کردی دیگه چیزی نمونده، آثاری از من نباید به اصطلاح توی این رابطه چی بشه؟ باقی بمونه. حالا در واقع بحث فنا و محو و هیچ کس را تا نگردد و فنا ره نیست در بارگاه کبریا، وزنه نمیره بالا، قبار قبار میخواد، این قضیه فنا میخواد، قبار میخواد، آثاری از من باقی نمونه. همه این ماجراها و همه این قضایا میخواد این منو از یک من نمیدونم چی تبدیلش کنه به پودر و قبار. قبار تنبیه برای انسان؟ تنبیه نیست، این اسمش تنبیه نیست، این اسمش اینه که میخواد چیزی اضافه بکنه، این منه نمیذاره اضافه بکنه. خب همین آگاهی، همین در زندگی زمینی چی به درد من میخوره استاد؟ برای بعد از مرگ نه دیگه. آیا آگاهی به درد بعد از مرگمون میخوره؟ نه. ببینید من اصلا همون که توجه بفرمایید، الان خدمتتون میگم همینی که بعد از مرگ چه خبره این آگاهیه. همینی که من بدونم که بعد از مرگ، مگه نمیگه آگاهی برای بعد از مرگه؟ همینی که من آگاه بشم که بعد از مرگ به چه آگاهی نیاز دارم، این خودش میشه آگاهی. همینو میخوام بدونی. یه موقع من نیستم که استاد، من نیستم، از من بدتره اون ذهنه که اینجا. مگه شما فکر کردین بحث شکستن جسمه؟ نه میدونم اونه که اینجا سواره، راننده است. حالا از اینجا این مرکب پرایده میذارش میره سوار این دام، حالا پرادو میشه. خب این از اینجا. خب استاد چرا این من دسترشت من انسان گذاشته شده؟ چرا؟ توجه بفرمایید من اینقدر مشکلات داشتم از صبح و انتظار خودم، من معنوی با بین این افکار و فسیلی من از ذهن من میگفتیم. بله من مونده بودم خدا، یعنی این مغز من چقدر بزرگ بگید این قشنگ انتظار گرفته با بین داره میگفتیم. بله واقعا خودم هم خیلی دردهای سردردهای خیلی زیاد بکشتم. بله یعنی میفهمم که واقعا من بله خیلی خوب. ببینید یک مسئله است که چرا در ما گذاشته شده؟ سوال خوبیه. خب اگر گذاشته نمیشد چی میشد؟ بیاییم برهان خلف رو بریم. اگه گذاشته نمیشد کمالم معنی نداشت. منم یک بابا حالا نه این خنده اون خنده چیز نیست، خنده همش وقتی سوال میکنی میخندم. خب خنده رو اصلا کمال برای چیه؟ خب اجازه بدین ببینید بفرمایید شما بفرمایید. این میکروفون رو به من بدین، بفرمایید. از های صحبت ایشون کلاس من بیارم بیرون با گزارشی؟ نه میخوام نیام بیرون، میخوام جوابشونو بدین. سوال ایشون یه مقدار فلسفی، من سوال این مقدار در مورد گزارش چیست که در مورد دخترم دارم، چون نمیتونم سوال شما رو اونجا پیدا کنم، خواستم اینجا ازتون سوال بکنم. در مورد گزارشی هستش که این موجود غیر ارگانی که سایر که شما معرف حضورتون هست به ما پریشب میگفتش که علتی که اومدم پلوی سایه از 2 سالگی زیبایی این بچه بوده. من میخوام ببینم این به درد همم میخوره، این زیبایی رو که این بچه علت ورود این غیر ارگانیک میتونه باشه؟ بله. اون بچه بله. چه گناهی کرده که زیبا به دنیا آمده؟ بله. خب حالا عرض کنم خدمتتون که این که چه گناهی رو بریم کنار، حالا تا فعلا صورت مسئله رو بررسی میکنیم. خب ما برگردیم، چون واقعا یه بحثی اینجا وجود داره، توجه بکنید. اگه اینجا نتیجه نگیرین دوباره ترم بعدی همین بحث رو خواهیم داشت، درسته یا نه؟ این ترم و این بحث رو میبایستی قبل داشته باشیم. خب و چون ممکنه اکثر دوستان
بحث موضوع اینه که ما اینجا دنبال کمال هستیم براشون یه جوری چی شده باشه؟ جا افتاده باشه یا جا نیفتاده باشه، ولی قبول کردن. بنابراین بحث اینجاست که یه نگاه گذرا و سطحی بهش بازم بندازیم، بلکه به امید خدا از اینجا به بعد انتقال پیدا نکنه. ماجرا اینه که ما یک عامل سرتقی رو برامون گذاشتن، خب یه درونی داریم، یه نمیدونم راننده داریم که حالا اینا ترم بعدی هم راجع به نفس و جان و روح الله و مرکب و اینها صحبت خواهیم داشت مفصل‌تر. یک مسئله است که اگر ما این سختی رو نداشتیم، خب این کارا هم چی بود؟ لازم نبود. یعنی اگر ما این چنین نبودیم، خب میشدیم ملائکه میشدیم، درستی یا نه؟ ملائک گفتن که ما که هستیم، خوبش هم هستیم، اینو میخوای چیکار کنیم؟ پس اگر اینطوره، اگر قرار بود ما یه درون نرم و منعطفی داشتیم، اگر قرار بود ما هم سر به راه بودیم و بله بله قربانگو بودیم، خب بر در میکده عشق این ملک تسبیح گوی کندران جا تینت آدم مخمر میکنن، اگر قرار بود ما هم تسبیح گوی و بله بله قربانگوی بودیم، اصلا ما رو میخواستن چیکار کنن؟ درست شد؟ پس این تجربه رو کردن، یعنی مخلوقی که در اختیاره، خب این تجربه رو کردن، دیدن که نه چنگی به دل نمیزنه، شاهد که سرکشی نکند دلپری نیست. فهم سخن به مردم دانا گذاشتیم، اومدن دنبال موجود سرتقی، سرکشی، ناآرام، متضاد، نمیدونم چیه 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 چی، تا ببینن با اصولی که به او دادن میتونه جلوی این ماجرا رو بگیره این بار به یه شکل دیگه ای، و میتونه از این سرکشی کمال ایجاد کنه. حالا کمال، تعریف کمال و اینا، خب یک مسئله است که ما رو ور کنن یه جای پرتی، بعد بگن که بیا ما رو پیدا کن، بیا مثل خود ما بشو، بیا ما رو پیدا کن مثل خود ما جاودانه بشو، میتونی یا نمیتونی؟ خب یعنی یه جای پرتی ما رو با کوله باری از مشکلات، با کوله باری از تضادها و غیره و اینا ولمون کنن، بگن بیا من رو پیدا کن. هم بازی قایم باشک و اینا بچه ها بازی میکنن، حالا بیا منو پیدا کن، اگه منو پیدا کردی خب مثل خودم جاودانه بشی. بنابراین ماجرا اینه. حالا میخوایم خودشو پیدا کنیم، میخوایم پیدا کنیم از کجا شروع کنیم، چجور شروع کنیم، ما کی هستیم، ما چی هستیم، ارتباطمون چیه، چی کار باید بکنیم، چه عامل مانعه، چه چیزایی خب ما رو دور میکنه، چه چیزایی نزدیک میکنه. خب اینا اینیم، ما دنبال اینیم، یعنی در یک بازی قایم باشک، بازی عظیمی شرکت کردیم، ما رو ولمون کردن یک گوشه‌ای، میگه حالا بیا اگه پیدام کردی خب اینه دیگه، از این جایزه بزرگترم، از این جایزه بالاترم نیست. خب حالا بنابراین توی این راستاست که ما با مسائلی برخورد میکنیم و نمیدونم لازم میشه سرگردان بشیم، به حیرت بیفتیم. خیلی ها هستن که هرگز سرگردانی رو، وادی سرگردانی رو تجربه نخواهند کرد، تجربه نمی کنند. این یک سعادتی است که انسان به یه جای برسه بگه من نمیدونم تو این هستی کجا واقع شدن. خیلی ها فکر میکنن میدونن کجا واقع شدن، اینجا تهرانه، الان اونجا سوار میشه میره اونجا و اونجا چیز میکنه، یه بیزینس انجام میده، اینقدر سود داره، اینقدر بلان داره. شما اصلا اگه به اسم وادی سرگردانی بیارید دست روزه رو دلش قاه قاه بهتون میخند. اما اینه که شما میگین سرگردانی، نه اینکه تهرانو بلد نیستی، نه اینکه ایرانو بلد نیستی، نه اینکه نمیدونید کره زمین تو منظومه شمسی، منظومه شمسی تو کهکشان راشیره، میدونم کهکشان راشیره تو کجاست، اینا رو همه رو میدونید.
علی رغم اینکه کمتر از اونا نمیدونید، احساس میکنید که خیلی مسائل هست که سر در نمیاریم ازش. این میشه سرگردانی، این میشه آغاز یک حرکت، آغاز یک جهش. تا زمانی که خیالمون راحته که میدونیم لازم نیست جهش کنیم، تا زمانی که فکر میکنیم بلدیم لازم نیست جهش کنیم. جهش مال نیازمنده، درسته یا نه؟ حرکت، حرکت، نیاز، نیاز ایجاد هر بازیه. بازیه بله، منتها بازی چرا؟ من که گفتم نه، من الان خودم میگم بازیه، اما هر بازی قانون داره. بازی بدون قانون نمیشه، چون دوباره بله یه بازیه. عرض کردم همین بازی قایم ماشین ما رو ولمون کردن، حالا قایم شدن ما باید بریم پیداش میکنیم. خب همینه دیگه بله. خب حالا نیاز، نیاز ایجاد حرکت میکنه. الان اگر وقتی سرگردان شدی نیاز پیدا میکنی. نیاز به چی؟ که از سرگردانی بیایم بیرون. اینجا این منجر میشه به نیاز، نیاز این که از سرگردانی بیای بیرون. خب این نیاز ایجاد حرکت میکنه، مجبوری بیا ببینی که خود چجوری این نیاز رو رفع کنی. همون به قولی فرمان شما، تا سرمون اینجوری تکون ندیم چیزی فایده نداره. یعنی وقتی سرمون تکون دادیم گفتیم این بازیه، این چه بازیه؟ خب چه بازیه؟ وقتی گفتی بازیه میگی که خب بازی باید قانون داشته باشه که بشه بازی. مجبور میشی اون که بی نیازه چه لزومی داره که این زجر رو دوباره برمیگردیم سر اول، اینکه اصلا او کیه؟ دوباره قول اعوذ برب ناز ملک ناز اله ناز، یعنی از این ور بری به این میخوری، از اون ور بیای به این میخوری. ببینیم چندین مسئله به هم پیش میاد. بحث وحدت در کثرت دو جلوه بزرگ، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. الان یعنی این دو تا جلوه بزرگ اینه که ما الان داریم وحدت در کثرت رو تجربه میکنیم. یک وجه خدایی، یه وجه خدایی، خب وحدت در کثرته. چندین صور ار چه ظاهرا روی نمود، چون در نگری نیست به جز یک موجود. خب و وحدت در کثرت و یک جا هم کثرت در وحدت داره تجربه میشه، همون ماجرای آب. آب کثرت در وحدته. ما این دوتا در این دوتا تجربه قرار داریم، اینجا الان داریم این تجربه رو میکنیم. اصلا بحث نه نیازه، چون شما ما در این حال وجود خارجی نداریم که بخوایم طرح نیاز بکنیم. اگه بگیم نیاز چه نیازی داشتین، میگن شما اصلا مگه وجود دارین که دارین این حرفا رو میزنین. خب بنابراین دو تا تجلی وجود داره، این دو تا تجلی ما در اون قرار داریم، نه بحث نیازه نه بحث چیده. ماهیت هستی اینه، ماهیت هستی اینه که دو تا جلوه هستی، آن چیزی که هسته. آخه ما یه بار میگیم هستی، من همین که میشناسیم مثلا اون چیزی رو که هست میگیم هستی. خدا جزء هستیه یا نه؟ از یه عبارتی اون چیزی که هست میگیم هستی. اگه زاویه، خب اگه زاویه ای خدا هست یا نیست؟ خب اگه زاویه ای بله، از یه زاویه ای هسته، جز هست هاست. اگه زاویه ای دیگه ای جز... خب الان با هم دیگه قاطی میکنیم. خب اینجا الان داریم راجع به هستی صحبت میکنیم. یه جلوه هستی وحدت در کثرت، ما هم هستیم توش هستیم. خب اینه که نیازی نمیدونم، حالا از زاویه دیگه هم اینا چون قبلا بحث کردیم صحبت کردیم، من نمیدونم دوباره تکرارش بکنیم برای دوستان خوشاینده یا بداینده. اصلا بحث وقتی میرسیم یه جایی
اونجا حتی نمیتونیم اسم نیاز بیاریم، لا تزاده، لا زمانه، لا مکانه. الان برای ما چون تو عالم تضاد هستیم بحث نیاز پیش میاد، معنی داره. به این جلوه که برسی دیگه معنی نداره، دیگه اصلا سوال نمی کنی، دیگه نیاز معنی نداره، دیگه عدالت معنی نمیده، دیگه حکمت معنی نمیده، اینجا معنی میده. اونا اینجا معنی میده، به اینجا میرسی بی‌معنی میشه. بین معنا و بی‌معنی ما داریم چیکار میکنیم؟ در نوسان هستیم. معنا بی‌معنا، معنا بی‌معنا. و وقتی به اینجا میرسی تضاد نیست، اصلا عدالت معنی نمیده. عدالت جایی معنی میده که تضاد هست. اینجا صفت معنی نمیده. برای همین هم گفتیم اینجا نام معنی نمیده، صفت معنی. ما بین معنا و بی‌معنا و اینا داریم در نوسان هستیم، جلوه های ازلی و ابدی هستیم. مثلا در بهشت خاطره از الانمون خواهیم داشت؟ تمام ببینید در چرخه هیچ چیزی از بین نمیره، هیچ چیزی از بین نمیره، قانون بقاست. الان میگیم قانون بقای ماده و انرژی، ولی وقتی میایم تو کل قانون بقای اطلاعات، آگاهی، چیزی بی خود به وجود نیامده، چیزی بی خود از وجود نمیره. الان همین زندگی بعدی تمام اطلاعات، تمام اطلاعات ما لحظه به لحظه، نه تنها کل ما، هر سلولی الان حافظه سلولی تو فرادرمانی مرور میشه یا نه؟ هر سلولی میگه بر من چه گذشته. الان یه اسکن میدین، سلوله میگه که من در عرض این 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال بر من چه گذشته. با شعور خودش، چشم نداره بگه من اینا رو دیدم، ولی تمام شعور و تمام ارتباعات و تمام چیزایی رو که گرفته و پس داده و چی و تنشایی که بهش وارد شده، اینا الان اینا اثبات برای ما، اثبات دیگه. بنابراین بحث اینجاست که ما در این بازی پایان باشک بازی از تمام هوشمندیمون داریم استفاده میکنیم که ببینیم کجاست. خب در اونجا به یه صورتیه، اینجا یک بازی عظیمه، یه صورت دیگه ای داریم به این ماجرا نزدیک میشیم که ببینیم به اصطلاح چی هست و چی نیست. پس دوباره همین سواله که چرا خلق شدیم، که چرا بخوایم به کمال برسیم. بحث خلق الان گفتم ازلی و ابدی است، ابتدا نداشته که ما خلق بشیم. اصلا در یه جای بریم، یه جای میرسیم صحبت میکنیم، اصلا اینکه ما خلق شدیم معنی نمیده. میگیم کی خلق شدیم؟ شما رو اون دایره به من نشون میده کی خلق شدیم. اگه اولش رو تونستی نشون بدین، اول اصلا تونستی میگی اینجا اول. اصلا در یه جای میبینی که اول معنی نداره، آخر معنی نداره، تقدم و تأخر معنی نداره، پیش کسفت و پس کسفت معنی نداره. بنابراین ما هم خلق شدیم، مجبوریم یه نقطه شروع رو بگیریم. مثلا میان میگیم که بله، وقتی خواهش میکنم بفهم، وقتی یه نقطه رو به عنوان شروع میگیریم، میگیم بله ما اینجا علم آدم هست، ما کلا و فلان و بسیار این حرفا، ما هیچ باری نداشتیم، همین حرفا اومدیم اینجا بار رومون گذاشتن. خب اومدیم اینجا بار رومون گذاشتن، گفتن ساکن میشو فلان شو، اختیار رو بهمون تفویض کردن، فلما فجورا و تقوا، اومدیم پایین تر اینجور شد، اینطور شد، اینطور شد، اینطور شد، اومدیم با یه نقطه شروع میگیریم. اما از یه زاویه دیگه ای اصلا شروع ما نداریم، خاتمه نداریم، شروع نداریم. خلقت، هستی گفتیم، وقتی گفتیم هستی یعنی همین چیزایی که میگیم هست، همین چیزایی میگیم هست از نظر ما، البته تعریف ماست. خب اون چیزایی که هست میگیم هستی ازلی و ابدی. تو این حلقه اومدیم یه جلوه داریم، بعد از این یه جلوه دیگه خواهیم داشت، بعد از اون یه جلوه دیگه، یه جلوه دیگه. در
انتها وقتی به الست بربکم هم رسیدیم، بعد از اون چه بیایم تو این حلقه چه بریم تو یه حلقه دیگه، دوباره جلوه متفاوتی داریم. یعنی اگه تو همین حلقه هم برگردیم این جلوه دیگه تکرار نمیشه و جلوه دیگری در جریان خواهد بود، تجربه دیگری در جریان خواهد بود. هیچ تجربه دوبار تکرار نمیشه. لذا خب تمام اینا که هستی اول و آخر نداره، شروع و خاتمه نداره. از نظر ما که زمان به پامون بسته میگیم اول آخر، کی اول رسید کی آخر رسید، کی اول شروع کرد کی آخر، اینا برای ما معنا داره. کل این ماجرا در هر حلقه برای خودش هدفمندی خاص خودش رو دنبال میکنه، ضمن اینکه ازلی و ابدی است. ببخشید استاد، در ارتباط با حیرانی و سرگردانی که جناب علی توضیح دادید، من یه دفعه قطعی از مولانا به ذهنم رسید، گفتم خدمتتون دوستان عرض کنم. خیلی ممنون میشیم. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن از شمع و شکر هیچ مگو، سخن از رنج مگو جز سخن از گنج مگو، ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت، آمدم نعره مزن جام مدر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دیگر می ترسم، گفت این چیز دیگر نیست دیگر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو. قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد، در ره دل چه رتیف است سفر هیچ مگو. گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد، گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو. گفتم ای دل پدری کن نه که این وصف خداست، گفت این هست ولی جان پدر هیچ نگو. خیلی ممنون. حالا بس بسیار خوب، یه ارتباط برقرار کنیم بعد بیایم بحث جهنم رو دنبال کنیم. خب بنابراین وارد شدن به این مسئله اینطوریه که هم میپرسیم میخوایم بدونیم، هم در این حال هیچ مگو. مقطع به مقطع رو باید ببینیم. یک مسئله هست که ما توی این مقطع قرار گرفتیم، اگه در وارد میشیم اگه در خارج میشیم. قبل رو نمیتونیم، بعدم نمیخوایم بدونیم یا اصلا نمیدونیم، کاری نداریم با این اطلاعات. به طور کلی هر انسانی این مسئله رو باید دستورشه که بدونه از این در که وارد شد، از این در خارج میشه چیه موضوع. لااقل این مقطع رو براش یه چیزی داشته باشه، یعنی به صورت مقطعی. حالا دیگه اگه بعدش و نیدامینارم که بعد از این مسئله بخواد دنبال بکنه، لذا به یه مطلبی میرسیم که میبینیم نمیتونیم بشینیم بگیم که نه نمیدونم یا نمیخوام یا نمیخوایم بدونیم یا لازم نیست بدونیم. بنابراین اصلا اوتوماتیک وار میبینیم که هر کسی مجبور فکر کنه از این درک وارد شد و از این درک داره خارج میشه، این وسط قرار بوده چیکار بکنه، درسته یا نه؟ خب همه این بحث هم سر این دوتا کلمه حرفه. قرارم نیست که حالا خیلی در هر حدش هم که ما بهش نزدیک بشیم باز خودش کمکی هست. یه بار باید اینطوری نگاه کنیم، یه بار باز کل، یه بار خیلی کلتر. این سه تا دیدگاه رو، این سه تا چیز رو باید داشته باشیم. منتها توی این بررسی ها ما به مطالب عجیب غریبی، به مطالب گیج کننده ای برخورد میکنیم که باید آمادگیشو داشته باشیم. و خلاصه کلام
ممکنه که ما با اطلاعات زمینی خودمون نتونیم همه مسائل و کم و کیفش رو متوجه بشیم. البته در این حال که آسونه سختم هست، لذا یواش 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 باید هر گوشه های از این معما رو در صدد حل کردنش باشیم. خب یه ارتباط برقرار بکنیم باز ارتباط قبلیمون، بعد این مطلب جهنم رو دنبال بکنیم. خب ارتباط رو برقرار بکنیم تا قبل از ارتباط من این مطلب توضیح بدم. ببینید این ارتباط ارتباط برای خودمونه، ولی انجام این قضیه برای همه که در دامن طبیعت میرن. ما تو کتاب فرادرمانی هم این مطلب رو تحت عنوان که طبیعت خودش به نوعی در شفابخشی دست داره، در کتاب فرادرمانی این مطلب هست و به توصیه شده به عموم که در دامن طبیعت به طور چی میگن؟ به طور طبیعی قرار بگیرن و از شفابخشی خود طبیعت هم استفاده بکنن. این در اونجا هست، اما خود این ارتباط فقط مخصوص خودتونه. دیدین که بعضی هم حالشون بد شد، چی شد، اینا به خاطر نوع ارتباطه و افراد دیگه بدون اینکه ارتباطی میخوان بگیرن خودشون میتونن در دامن طبیعت قرار بگیرن. خب شروع میکنیم. خیلی ممنون، متشکرم. عرض کردم خدمتتون بعضیا بله بعضیا پایین بالا یا مخلوط از این قضیه ببینید. خب دوستانی که متوجه شدن دستشون رو بلند کنن. بله بله خیلی ممنون. اونا دیگه چیزایی که برای متعادل کردن برای کارهایی که انجام میشه دیگه اوناش مسئله نیست. بله افراد عادی، خب در افراد عادی در رابطه با طبیعت اصولاً یش به شارژ شدن میرسن. ببینید افراد عادی مثلا توجه بکنید، افراد عادی مثلا بشینن پاشونو بذارن رو زمین در ارتباط قرار بگیرن، هیچ اتفاق چیزی متوجه چیزی نمیشن، متوجه جریانی ورودی خروجی. خب خیلی ها بالاخره گوشه کنار رودخونه ها و جوی و ساحل و پاشون میزنن رو زمین و اینها متوجه چیزی نمیشن، ولی شما متوجه میشین. ببینید شما الان متوجه جریاناتی که به اصطلاح پیرامون شما هست دارید متوجه میشید. این فرق قضیه است. ببینید به عبارت دیگه توجه بفرمایید. چشم میکروفون رو بگیرین. بعد از این به عبارت دیگه روندی که رو شما انجام میشه بسیار سریعه. خب اون باید ساعت ها پیاده بره بیاد یا بشینه چیز کنه، شما تو چند دقیقه این کار براتون انجام میشه. عرض میکنم خدمتتون، باز ما داریم میگیم طبیعت. الان این سنگ هم یه چیزی داره، ولی تو خود طبیعت این روند خب روند سریع تریه. درست شد یا نه؟ خب بنابراین شما فرق کسی که متصله در این ارتباط قرار میگیره با کسی که متصل نیست رو الان متوجه شدین. بنابراین اونا برن بیان آره در مرز اصولا شفای طبیعی طبیعت، شارژ طبیعی طبیعت اصلا قرار میگیرن به طور طبیعی، اما ریت شما فرق میکنه با اون ریت، احساس شما فرق میکنه با اونجا. درست شد یا نشد؟ خب ببخشید استاد بفرمایید. چون
عرضم به حضورتون که شما فرمودین که قرار بوده که انسان خورد نشه، له نشه. به همین ترتیب از قرار بوده چی نشه؟ خورد نشه، له نشه، مقاوم باشه و قرار بوده خورد بشه. نه نه، غبار بشه. از لحاظ بیماری بعد غبار که شد همه جا هست، هیچ جا نیست. از لحاظ بیماری عرض میکنم. ببینید شما فرمودین که از روز ازل اصلا معلوم نیستش که کی بیماری به وجود اومده. یعنی این نشون میده که انسان مطابق روز خودشو وقف داده، درسته؟ هر طوری بوده تا امروز سرپا خودشو نگه داشته. الان آمارا هم نشون میده ازدیاد جمعیت روز به روز داره بیشتر میشه و این بیماری ها نتونسته نسل انسانو از بین ببره. حالا من سوالم اینه که با وجود این همه تشعشعاتی که هست و همین دکلای برق و چیزای دیگه، آیا با این چیزا انسان دووم پیدا میکنه یا نه؟ یعنی باید حتما این اتصالاتو بگیرن؟ حالا ما فرض بگیم نمیگیریم، اصلا اتصال نمیگیریم، یعنی انسان نسلش منقرض میشه یا نه این وقت پیدا میکنه، بدنش سازگاری پیدا میکنه، محیطو همینطور پیش میره؟ ما نمیدونیم حالا سازگاری پیدا کردن و نکردنشو نمیدونیم، چون اون روندای طولانی مدتیه، شاید هم سازگاری پیدا بکنه. ولی موضوع سر اینجاست که ما مرتبا در معرض مسائلی هستیم که روند زندگی که ما تجربه میکنیم با گذشته فرق میکنه، فرق میکرده. خب مثلا از نظر حس گذر زمان، حس گذر زمان رو الان سریعتر ما احساس میکنیم تا گذشته. حالا اینا صحبت‌های خاصی داره. به هر حال یک مسئله است که ما سلامتیمون در معرض خطر هست. نگفتیم نسل ما منقرض میشه. حالا خیلی شرایط هم ممکنه پیش بیاد نسل انسان منقرض کنه، نمیدونیم. مثل یه دفعه مثلا انفجارهای رادیواکتیو، انفجارهای مثلا راکتورها که رادیواکتیو رو نمیدونم انتشار بده، نمیدونم بمب اتمی، جنگ اتمی، نمیدونم خیلی چیزا نمیدونیم که. اما به خودی خود داریم اینجا صحبت میکنیم که ما میبایستی این باشیم، اون این باشیم، حالا اینیم. دقت میکنید؟ و خب یه پیدا کردن یه شناخت، یه شناخته مثلا اینچنین، خب بد نیست. بده؟ بد نیست. بنابراین ما لازمه که نسبت به انسان شناخت پیدا بکنیم. حالا خیلی قضایای دیگه هم در این رابطه پیش میاد، ممکنه بهش احتیاج پیدا کنیم، ممکنه نکنیم. خب الان من فرضاً من مطمئنم که زندگی در ایستگاه فضایی مشکلاتی داره، اطلاع نداریم ما، اطلاعاتمون الان از این مسئله زیاد نیست، چون شاید این اطلاعات هم درز نمیدن. ولی ممکنه در یک ایستگاه فضایی یکی از معضلات زندگی در اونجا بحث این مسئله باشه. خب چیزی که سلامتی رو به خطر بندازه این باشه. ممکنه اینا به بشر کمک بکنه. حالا بحث عام رو ولش کنیم، حداقل به خودمون کمک میکنه. توجه میکنید؟ یعنی کیفیت زندگی رو ارتقا میده، کیفیت زندگی رو میاره بالا. ما نمیدونیم، وگرنه در مجموع انسان خب یه روند زندگی رو داره برای خودش یعنی آغاز کرده که خب در این روند معلوم نیست واقعا چی میشه. مثل همین آلودگی انواج که گفتیم، آلودگی پولاریتی که گفتیم، معلوم نیست که چطوری میشه. شاید هم با این شرایط تطابق پیدا بکنیم، نمیدونیم. در این رابطه بعضی ها مشکلشون ممکنه مشکل تبادل ناهماهنگ یونی و اینا باشه. این کمک میکنه؟ بله بله میتونه کمک. خب این مطلب رو هم بخونیم، به اتفاق دوستان این مطلب رو هم بخونیم یک بار. خیلی ممنون.
و خدا گفت من همه جا با شما بوده و هستم و خواهم بود. حتی در جهنم نیز شما را تنها نخواهم گذاشت و همراه با من وارد آنجا شده و من هستم که شما را از آنجا عبور می‌دهم. جایی بس وحشتناک که در آن نه زمان وجود دارد و نه مکانی محسوب می‌شود، هرچند که شما آنجا را مکان می‌پندارید، همان گونه که به علت عدم وجود زمان آن را جاودان می‌پندارید. 86 ان شاءالله میمونه طلبتون. من دیدم که اینجا ندارم. خب 85 میخواستیم سرتون هم شیره بمالیم، دیدیم که حواستون جمعه. بله، این که خب خود مطلب کتابه، ولی ورژن آخرین حالا که خوندیم اینو براتون یه بار میخونیم. نشد، من میخواستم دیگه روم نشد بگم اون اینجا نیست، گفتیم با همین سر و ته قضیه رو هم بیاریم. تنها چیزی که وجود دارد آتشی از جنس آگاهی می باشد که این آتش برای شما تلخ و برای من شیرین است، زیرا به کمک همین آتش است که حائل بین من و شما که همون حجاب ناشی از گناهان شما بوده است سوزانیده شده و پس از آن ما به یک دیگر رسیده و بعد از پیمان نخست بار دیگر شما را باز می یابم تا برای آزمایش آخر این بار همه قدرت خود را در اختیار شما بگذارم. اینک ما به هم رسیده ایم، چیزی که ظاهراً منتظرش بودید و به سالی که طلبش را داشتید، اما نه به آن اندازه‌ای که من مشتاق بودم. شما من را بخشنده می دانید، ولیکن اصلاً حد آن را نمی دانید و از آن صرفاً تصوری مبهم دارید، ولیکن میزان بخشندگی من را پس از وصال خواهید فهمید، پس از آن که همه قدرت خود را به شما بخشیدم. فقط آنجاست که مفهوم بخشنده و مهربان را خواهید فهمید. حالا من هستم و شما، و با داشتن همه قدرت من و احساس بی‌نیازی آیا باز هم طالب من خواهید بود؟ من برای رسیدن به شما مرگ و جهنم را خلق کردم تا نشانی بر رحیم بودن من باشد و نشانی بر خلاقیتی که ناشی از شوق رسیدن به شما بوده است، و شما ناآگاه و بیخبر از آن هر لحظه در آه و ناله و فریاد و طغیان نسبت به من قرار داشتید. مرگ و جهنم هم چون داروهای تلخی هستند که مادری با دلسوزی تمام طفل خود را به زور می‌خوراند تا او را درمان کند، ولی خود بیش از طفلش تلخی دارو را می‌چشد و طفل بیخبر از همه جا و بی اطلاع از عشق مادر گریان و نالان است که چرا چنین خشونتی نسبت به من اعمال می‌شود. بدون مرگ و جهنم ما هرگز به یکدیگر نمی‌رسیدیم و حداقل من عاشقی ناکام باقی می‌ماندم و شما در نیازمندی ابدی. ولیکن پس از این وصال، همین که مطمئن شدید که عاشق سینه چاک کاملا در اختیار شماست و شما سوار بر اریکه قدرت او می‌توانید یک تازه کنید، با او چه می‌کنید؟ من رحمان بودم تا بتوانم بازیگوشی‌ها و بی اعتنایی های معشوقم را نظاره کنم و باز هم به دنبال او باشم و سایه رحمانیت خود را بر سر او بگسترانم، و در عوض شما نمی دانید که با من چه کرده اید. ای کاش من نیز می توانستم مانند شما شکایت های خود را به جایی ببرم، اما از این بابت نیز ناراضی نیستم، زیرا که من هم شما را دارم و می دانم که بالاخره از یکدیگر راضی خواهیم شد. آری، من به شما می رسم و همه چیز خود را به پای معشوق خود تقدیم می کنم و در اون صورت آنجا بهشت شما خواهد بود، نه آن بهشت روز نخست که بهشت ناآگاهی بود، بلکه در جایی که بهشت آگاهی است.
بهشت هایی که شما بر اساس آگاهی ها و دانسته ها و میل و سلیقه های خود بنا خواهید کرد و پس از کسب این تجربه می فهمید که همه چیز عاشق در اختیار شماست و می توانید با قدرتی که در اختیار دارید جهان ها خلق نموده و بر ابعادی سایه بگسترانید که هرگز تصورش را نداشتید و به زودی یقین حاصل می کنید که شما خدا هستید. آن زمان که شما خدا شدید من می خواهید بدانید که با من چه خواهید کرد. شاید اگر همه داستان را بدانید برای من عاشق گریه کنید، برای مظلومیت من، هرچند که ممکن است از نظر شما گفتن مظلوم در مورد من درست نباشد. بعضی از شما پس از کسب اطمینان از خدا بودن خود و احساس بی‌نیازی نسبت به من خواهید گفت، خواهند گفت حالا که خدا هستیم و بی‌نیاز و بی‌نیاز از او چرا برای خود خدایی نکنیم؟ فقط عده اندکی خواهند بود که خدایی در وحدت را انتخاب کرده و به سوی من آمده و با من یکی خواهند شد. بله، خدای در وحدت و خدای در کثرت. خدای در وحدت و خدای در کثرت آخرین آزمایش است و شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟ شاید بگویید برای اتخاذ این تصمیم آگاهی بسیار لازم است. بله، اما شما امروز همون کاری را انجام می دهید که دیروز مقدمه اش را چیده اید و امروز نیز مقدمه فردا را تدارک می بینید و احتمال دارد فردا همون کاری را انجام بدهید که امروز انجام می دهید. پس همین امروز مرا دریابید تا حرکت شما کسب آگاهی و تمرینی برای فرداها باشد، جایی در لامکان و لازمان، تا شما حتما مرا انتخاب کنید، خدای در وحدت را و خدایی که عاشق شماست. مرا دریاب. خیلی ممنون، خیلی متشکرم، لطف کردید. خیلی سیانم عرض کنه خدمتتون که بیرن حالا داشته باشید و به دوستانم میدید، میخونم هفته روی وبلاگم بذاریم، یک قسمتی از قبلش، یک قسمت از بعدش، اینا رو بذاریم، چون ممکنه همه درک نکنند. خب ممکنه همه موضوع رو درک نکنند این مطلب، فقط از این نقطه نظر ممکنه مسئله داشته باشه، ولی حالا برای به هر حال دوستان خودتون میتونید بخونید، میتونید بدید، حالا هر جور دوست داشتید. خب همه رو به خدا میسپاریم، خدا نگهدارتون، خداحافظ. خدا نگهدارتون.